آقای رضازاد خیلی خوش آمدید به برنامه سلامت بشین. اعتماد آنلاین. سلامت ما بشین. طبق معمول یک ابتدا از مهمان برنامه میخوایم که یک سلام به بینندگان عزیز بکنه تا من شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت بینندگان عزیز، شما دوستان همکاران سلام عرض میکنم. آقای رضازاد، ما خیلی با شما حرف داریم اما میخوایم دو قسمت کنیم مصاحبه رو. یعنی من دیشب داشتم فکر میکردم یک قسمت راجع به جشنواره بریم که الان نزدیک جشنواره ایم، یه قسمتی راجع به خود آقای رضازاد بریم، یعنی در واقع آقای رضازاد تلویزیون و آقای رضازاد و فعالیت هایی که کرده، اما الان اولویت رو داریم میدیم به جشنواره که با جشنواره شروع کنیم، که چون در واقع فکر میکنم که جشنواره نزدیک 12 بهمن جشنواره است، 42 جشنواره است و شما یکی از مدیران خوب، دبیران خوب جشنواره بودید در دوره‌های مختلف و گذار دوره‌های تاریخی هم دست شما افتاده. من اولین سوالی که می‌خوام از شما بکنم آقای رضازاد اینه که هویت جشنواره فجر رو چگونه میشه تعریف کرد؟ هر جشنواره یک تعریف داره. من دیشب داشتم لیست کارگردانان رو داشتم نگاه می‌کردم که تو دوره‌های مختلف از 1300 مثلا 60 از 1362 که دومین جشنواره بوده جایزه دادن تا همین 401 که باشی آهنگر گرفته. اگه دو تا سه تا کارگردان رو حالا نمیخوام اسم ببرم که بذاریم از این جمع بذاریم کنار، همه کارگردانایی که گرفتن کارگردانای سینمای مستقل بودن، کارگردانایی بودن که تفکر روشنفکری هم داشتن. یعنی در واقع ما این کارگردانا رو نگاه، حتی ما در قسمت سناریو هم یه بخشی اگه نگاه کنیم خیلی کارگردانای جایزه گرفتن که مثلا شهبازی نفس عمیق گرفته، مثلا خیلی ها گرفتن، یا بیضایی در سرکشی گرفته. یعنی یه جوری به نظر میرسه سالیان متماده که شما هم دبیر بودید، آقای بهشتی هم دبیر بوده، دبیرات این تفکر رو داشتن که این جشنواره جشنواره سینمای فیلم های متفکره که حالا ما میتونیم بهش بگیم سینمای روشنفکری. این تعریف اینو میخوام از شما به دست بیارم که آیا شما که دوره 22، 23، 24، 25 دبیر بودید و دوره 32 و 33 دبیر بودید و نسبتاً از خیلی ها بیشتر بودید، این در واقع اگر ما آقای بهشتی رو بذاریم کنار بعد شما این آقای داد دیگه، بنابراین بقیه همه یک دوره و دو دوره هم دیگه، بنابراین میخوام اول این تعریف جشنواره رو به دست بگیریم. خب اجازه بدین چون در آستانه به قول شما جشنواره فجری، من خود این ایام رو به دست‌اندرکاران فرهنگ، هنر و به خصوص سینما تبریک بگم و به بینندگانم همینطور، چرا که جشنواره فجر به حال یه جوری لااقل نماد رویداد دهه فجره. اگر توی سطح کشور نگاه بکنیم، اون چیزی که بیش از همه دهه فجر رو به یاد همه میاره به نظرم سینما و جشنواره فجره. لااقل در 30 ساله گذشته فکر کنم هیچ رویدادی در کشور به اندازه سینما احیا نکرده یا زنده نگه نداشته نام دهه فجر رو، و از این بابت خب یه فرصت خیلی خوبی بوده برای سینما، به خصوص سطح ارتباط سینما با مردم هم توی این ایام خیلی گسترش پیدا میکنه و از این طریق با همه خانواده ها گسترش پیدا میکنه. حدود 2 میلیون مثلا اگر بگیم جشنواره فجر توی این سالها بیننده داشته یا میتونه داشته باشه، به حال این 2 میلیون نشان دهنده این است که یه اتفاق خیلی مهم توی کشور و به تناسبش تو سینما داره میفته که جای توجه داره. این تحلیلی که شما فرمودید برای خود منم تحلیل جذاب و یه خودم جدیدی است، از این بابت که به هر حال نوع فیلم هایی که تو جشنواره ها و جشنواره فجر هم نوع فیلم هایی که انتخاب میشه یه خورده وجوه هنریش وجوه برجسته تری است یا وجوه مضمونیش هم وجوه متفاوت تری است، کاملا درسته. یعنی
مرور که بکنیم میبینیم که معمولا فیلم های از یک سطح بالاتر توی ساخته شده توی یه سینما میاد تو جشنواره، ولی یه مقدار هم شاید مربوط به ذات سینمای ایران بعد از انقلابه. به هر حال بعد از انقلاب سینمای ایران با یه شکل و شمایل متفاوتی شروع شد، رشد کرد و به بالندگی رسید و شاید این هم بی تأثیر نیست که توی این اتفاقی که افتاده که اونچه که توی جشنواره فجر اتفاق میفته شاید وجوه فکریش یا وجوه تفکریش بر وجوه عامه پسندش غلبه داشته باشه، که حالا شما ازش به عنوان سینمای روشنفکری تعبیر کردید. ولی توی دورهای مختلف هم به نظرم نبوده فیلمی که جنبه مردمی داشته باشه یا مورد استقبال مردم بتونه واقع بشه و از اون استانداردهای کیفی برخوردار باشه و توی جشنواره فجر دیده نشه یا مورد توجه قرار نگیره. لذا به نظرم میاد که من همیشه تعبیر خودم این است که جشنواره فجر یه جوری آینه قابل دفاع سینمای ایرانه، چون سینمای ایران ممکنه دو بخش داشته باشه، یه بخشی که سینمای معمولیه و وجه برگزیده‌ای فیلم نداره که بشه ازش خیلی دفاع کرد یا خیلی به نمایشش گذاشت، که اینا ممکنه تو اکران هم اتفاقا مورد استقبال واقع بشه، ولی حرفی برای گفتن فیلم ها ممکنه نداشته باشن. ولی فیلم هایی که حرفی برای گفتن دارن جشنواره فجر سعی کرده که آینه اونجور فیلم ها باشه. کاملا درسته، ولی یک نکته رو بگم، جشنواره ها در تمام دنیا وصله به سینمای متفکر اون کشوری که هست. حتی جشنواره فیلم تهران هم که سال 51 راه افتاد، در واقع وقتی که سینمای روشنفکری ایران هویت پیدا کرده بود بعد از گاو راه افتاد و در واقع تو همین جشنواره هم بود که بیضایی برای رگبار جایزه گرفت و در واقع سهراب شهید ثالث برای یک اتفاق ساده جایزه گرفت، کیمیابی برای مغول‌ها جایزه گرفت و فرمان‌ها رو برای در واقع همون 16 احتجاب مسابق و آقای بهروز وثوقی برای گوزنا. ببین نکته اینجاست که این ما وقتی وارد جشنواره پس از انقلاب هم شدیم، آقای رضازاده نمیدونم سال 61 کجا بودی؟ تلویزیون بودم. تلویزیون بودی. جشنواره یک رو رفتی؟ از اولین دوره جشنواره مشتری جشنواره بودم. آره. سه فیلم بسیار شاخص، خط قرمز، مرگ یزدگرد. بله، مرگ یزدگرد. مرگ یزدگرد و در واقع حاجی واشنگتن با دو فیلم دیگه تو این. من اون شب اون جشنواره قیامت بود. شبی که خط قرمز نمایش داده میشد، یعنی 17 بهمن، 21 بهمن مرگ یزدگرد نمایش داده میشد و 14 بهمن در واقع فیلم حاجی واشنگتن نمایش قیامت بود. یعنی اولین جشنواره ای که در ایران راه افتاد با سینمای روشنفکری راه افتاد. یعنی دو تا فیلم دیگه هم بود، سفیر و فیلم آقای مرحوم رضا میرلوهی هم بود و این نکته، این سه فیلم به شدت استقبال شد. درسته که جایزه ندادن به بخش حرفه‌ای و نتونستن جایزه بدن، که من دلم میخواد بدونم این فشارهایی که وجود داره در واقع شما چقدر در مطلع بودین از این فشارهایی که از جشنواره اول نتونستن جایزه بدن. اطلاع داشتی اصلا اون موقع؟ ارتباط داشتی؟ ما به اعتبار حضورمون تو گروه کودک یه ارتباطی با جشنواره داشتیم، یعنی اگه فیلم داشتیم میفرستادیم. شما بود دیگه، مرگی از گرد و قاجی بشین، مال تلویزیون بود. مال تلویزیون بود ولی مال گروه کودک نبود. مال گروه. ولی ببینید جهتش این بود که دوره های اول جشنواره فیلم فجر آدم های شناخته شده است، لااقل آدم هایی بودن که یه کارنامه به تعبیر شما متفکر پیش از انقلاب داشتن، هم مرحوم حاتمی هم آقای بیضایی، اینا بالاخره کارگردان های شناخته شده ای بودند، یعنی اون 5-6 تا کارگردانی بودند که از قبل از انقلاب آمده بودند و بعد از انقلاب هم کار کرده بودند و حالا دیگه یه خود برای جریان فکری علاقمند به جشنواره شناخته شده بودند. به نظرم این توی این کانسپت هم قابل تحلیله که به هر حال کارگردانانی که از قبل از انقلاب شاید ریشه جریان روشنفکری یا ریشه جریان سینمای بعد از انقلاب شاید توی این کارگردانانی بود که قبل از انقلاب هم
توی این جریان فیلمساز بودن. یه خورده این انتقال هم میتونه در این استقبال از این فیلم ها مؤثر باشه. تو دهه 60 ارتباط داشتی با جشنواره؟ از فکر کنم 65 به بعد که ما یه چند تا فیلم داشتیم، از اون سالها بیشتر ارتباط برقرار کردم. کلید مال شما بود؟ کلید نه، مال کانونه فکر میکنم. مال کانون کلید داره. بله، چون جشنواره پنجم که میگی مهمترین جشنواره ماست به دلیل ترکیب فیلمسازان جدید، نسل جدید و فیلمسازان نسل قدیمی تر. بله. با یعنی در واقع مرجی اجارنشینا رو داره و کیارستمی در واقع خانه دوست کجاست داره و در واقع رفیقمون آقای در واقع کیانوش عیاری شبه کجنوم رو داره، همه هستن و آقای نجفی در واقع گزارش قتل داره. یعنی جشنواره ایه که ما اولین جشنواره ایه که ما نسل جدید و نسل قدیمی تر کنار هم میبینیم، البته که همشون هستن و با یک جشنواره تقریبا روشن فکری رو برویم. من از همینجا میگم جشنواره مرزبند، یعنی مسیرش عوض میشه. تو دهه 60 چقدر ارتباط داشتی با آقای بهشتی و آدمایی که اونجا بودن؟ زیاد نه، ما به اعتبار اینکه آقای بهشتی قبلش تلویزیون بودن و آقای انوار همزمان یه مدتی تلویزیون هم بودن، به اون ارتباط داشتیم، ولی در ساختار جشنواره نه. بعضی از جلسات تو ارشاد یا توی فارابی اگر دعوت میشدیم یا تو بعضی از شوراها حضور داشتیم، ولی سازمانی یافته خیر اصلا نه. یعنی اطلاع نداری که چرا مثلا جشنواره چهارم به بازیگر زن جایزه ندادن؟ من بیشترین ارتباطم ساختاری با جشنواره از دوره‌ای گسترش پیدا کرد که سیمافیلم بودن. توی سیمافیلم یه جریانی رو آقای حیدریان راه انداختن با استفاده از وام تبصره سه که یه مدتی توی ارشاد این وام داده می شد. آقای لاریجانی که آماده بودن تلویزیون رفته بودن یه منابعی رو از تبصره سه برای تلویزیون جذب کرده بودن. توی تلویزیون اون دوره‌ای که آقای فریدزاده دبیر جشنواره بودن، فکر میکنم مثلا از 40 تا فیلم شاید 20 تاش فیلمایی بود که با کمک سیمافیلم ساخته شده بود. فریدزاده منظورت 73 دیگه. سالش الان دقیق یادم نیست. بله ولی 73 74 74 میگه آقای زرقامیه با هم. همون 73 ببینید 73 و 74 اوج فعالیت سینمایی سیمافیلمه. یعنی ما با استفاده از وام تبصره‌سه مثلا لیلی با من است توی این ساختار ساخته شد. بله 74. دو تا فیلم ملاقلی پور، هم نجات یافتگان، هم اون یکی فیلم دیگه سفر به چذبه، تو این ساختار ساخته شد. یعنی استفاده از ظرفیتی که وام تبصره سه توی سیمافیلم ایجاد کرده بود و وامی که به فیلم سازای داده میشد و حقوق نمایش تلویزیونیش در ازای اون وام در اختیار تلویزیون قرار میگیره. بوی پیراهن برج مینو، هم برج مینو، بله اینا مثلا توی این ساختار. از اون زمان دیگه ما ارتباط اون یه خود ساختاری شد، چون یا شریک بعضی از فیلم‌ها بودیم یا مادر که بعضی از فیلم‌ها بودیم و دیگه به عنوان مثلا نماینده سیما فیلم، به عنوان مثلا تولدی یک پروانه توی اون سال‌ها متعلق به خود سیما فیلم. توی اون سال‌ها ما من ارتباطم با جشنواره خود ارتباط ساختاری تری شد دیگه. از کی رضاداد عنوان فرا خوانده شد که مشورت بده برای جشنواره نه دبیر بشه؟ از اون زمانی که آقای ایدریان رفتن دوباره، یعنی از تلویزیون برگشتن رفتن، شدم معاون سینمایی فکر کنم 81 بعد از رفتن آقای سپولاد. بعد از رفتن دوره آقای عسکرپور. دوره آقای عسکرپور که آقای حیدریان قبل از جشنواره آمدن معاون سینمایی شدن. آقای عسکرپور جشنواره 80-81 بود. آقای 81ش من یه خود بیشتر درگیر رویداد جشنواره شدم که بعد دیگه آمدم فارابی. 82 دیگه دبیر شد. بعد اومدیم فارابی دبیر شد. یعنی اون تغییراتی که رخ داد آقای رضا داد، اگر بخوای در مقطع تاریخی الان تحلیل کنی، رفتنی که
آقای حیدریان آمد، فشارهای بیرونی بود یا نه؟ عمده ترینش کسالت آقای پزشک بود. یعنی بریزی آقای پزشک. بله آقای پزشک. پزشک بعد آقای سیف‌الله داد اومد. بله آقای پزشک بعد آقای داد آمدن، ولی خب کسالتشون اجازه نداد که بتونن ادامه بدن، که آقای مسجد جامعی آمدن با آقای حیدریان صحبت کردن و آقای حیدریان که شبکه جامعه جمع بود و تلویزیون بود برگشت دوباره به معاملات سینمایی دیگه. نه میخوام ببینم فشارهایی روی جشنواره‌های قبل تر 78 79 نبود که تغییرات رو ایجاد کنه؟ فکر نمی‌کنم. چون مثلا آقای فهمونارا بیشترین جوایز رو در جشنواره 78 گرفت دیگه، یعنی در واقع جشنواره 78. ببینید بخشی از فشارها همیشه روی فعالیت‌های فرهنگی بوده، خیلی هم مهم به دوره‌هاش ربطی نداره، ولی در تغییر مدیریت ها فکر نمی کنم. من تحلیل دقیقی برای این تغییر مدیریت ها اومدن تو به جشنواره مصادف شد با تصمیمی که آقای عسکرپور گرفته بود برای حذف یک سری جوایز. تو که برگشتی بله. جوایز رو برگردوندی. بله. یعنی در واقع اونا جوایز رو کم کرده بودن. بله. به شما جوایز صدا و فیلم برداری و همه چیز رو برگردوند. علتش چی؟ علت حذفش یا علت برگشت؟ علت شما برگردید. ببینید من چون توی تلویزیون اون سالهای آخر مدیر کل تولید تلویزیون بودم، تقریبا یه بخش زیادی از فعالان حوزه فنی هنری سینما هم قاطبهشون بچه های تلویزیون بودن، از فیلم بردار، صدا بردار و اینجور مشاغل. توی تلویزیون احساس میکردم که چقدر جشنواره فجر در رشد این بخش صنعتی سینما موثره و همون سال هم که این جوایز حذف شد، فقط یه سال اجرا شد 821. بله چون 20 که جشنواره همش بود. بله بله فقط 21 هست. همون سال هم که این اتفاق افتاد من تو تلویزیون حسرت میخوردم برای حذف این جوایز. وقتی آمدم فارابی و دوباره دبیر جشنواره شدم و مقدمات برگزاری جشنواره دوره بعد رو داشتیم فراهم میکردیم، یه پرسش اساسی این بود که این حذف آیا به نفع سینمای ایرانه یا اینکه به ضرر سینمای ایرانه. خب بحث این بود که حالا چون جشن خانه سینما هست این جوایز میتونه اونجا، چون بخش صنعتی سینما ایران که کسی انکار نمیکنه بخش بسیار مهمیه. بله. و بعد از انقلاب اتفاقا این بحث صنعتی رشد کرده. خیلی رشد کرده. یعنی نباید بگیم رشد کرد، باید بگیم خیلی نسبت به بخش تألیفی رشد کرده. خب من تحلیلم این بود که اگر این جوایز حذف بشه این رشد متوقف میشه، چون بچه‌هایی که توی جشنواره فجر خودشون رو دارن میبینن و اصلا در معرض نقد و ارزیابی قرار میگیرن با جشن خانه سینما خیلی متفاوته. اونجا یه جایزه ای داده میشه که حالا سالهای بعدم این نظر رو تایید کرد که چقدر جشن خانه سینما توی دست‌اندازهای مختلف افتاد و به چالش‌های مختلف یه سال بعد چند سال برگزار نشده تا الان. به هر حال من تصورم این بود و این تصور رو وقتی که با دست‌اندازکاران هم در میان گذاشتم دیدم اون دوره‌ای که تجربه شده اون دوره تجربه خیلی موثری نشده. یعنی تقریبا قاطبه دست‌اندازکاران همشون اتفاق نظر داشتن که این حذف به سینمای ایران، به رشد سینمای ایران به خصوص بخش صنعتیش کمک نمی‌کنه. لذا من جوایز رو برگردوندم. چون جشنواره‌ها در تمام دنیا جایزه فنی ندارن. ندارن بله. اصلا کم دارن. ندارن جایزه فنی ندارن. دلیلش این است که جشنواره‌ها بین‌المللی هستند. میدونی؟ جشنواره‌ها ملی نیستند. چون جشنواره ما بحثمون بحث سینمای ملی بود و بحث صنعت سینما بود. ما توی جشنواره تو بخش بین‌المللی جشنواره فجر یا بعدن که جدا شد تو بخش جشنواره جهانی ما جایزه صدا و طراحی صحنه اینا نمیدیم. ما تو بخش بین الملل از همون الگو تبعیت میکردیم. اما اگر دنبال تقویت صنعت سینمای ایران بودیم
به نظرم اون جوایز رو باید بهش اعتنا می‌کردیم و فکر می‌کنم الان اگه تصور کنیم که 20 سال از اون دوره گذشته و مثلا اون جوایز دیگه داده نشده تا امروز، میتونیم تصویری از وضعیت صنعت سینمای ایران برای خودمون رقم بزنیم که به نظر من تصویر وضعیت مطلوب امروز نیست. آقای رضاداد، جشنواره 22 که اومدی، این تغییره که دادی، چه برنامه‌ریزی جدیدی به جشنواره اضافه کردی؟ یعنی خودت با فکر خودت، میخوام ببینم از اون تاریخ به بعد چه چیزی از تو میاد تو جشنواره؟ چون 21 که آقای عسکرپور، 20 که آقای عسکرپور، جشنواره 19 تا 16 تا 19 هم که آقای داده، بله. قبلش هم که 14 و 15 آقای زرقامی، 13 آقای چیز آقای همین فریدزاده گفتید، بقیهش هم که آقای بهشتیان. بهشت. بله، ببینید من تلاشم این بود، من به نظرم جشنواره ساختار و سازمان خودش رو پیدا کرده بود، فقط ما باید اشکالاتمون رو برطرف می‌کردیم. اون چیزی که من تلاش می‌کردم استانداردسازی بود، یعنی اگر شعاری رو برای خودم تو فارابی و توی جشنواره در نظر گرفته بودم و اینم هی تکرار می‌کردم، استانداردسازی بود، یعنی ما سعی کنیم خودمون رو به جشنواره استاندارد نزدیک کنیم. مثلا فرض کنید که توی تهیه بلیط، توی نمایشات، سال اول اتفاقا دوره 22 دوره اول یادم نیست که اسمش 22مه، بله 22مه، تو دوره 22 اتفاقا یه قدری شلختگی داشتیم. دوره های بعد سعی کردم این شلختگی ها کاهش پیدا کنه و اون استانداردها حفظ بشه. دوره 22 تو مارمولک ها داری، یعنی جنجالیه کارت دیگه. اونا که خوب بود، اونا جزو شلختگی ها نیست، اونا جزو نمیگم جنجال هم داشتی، یعنی جایزه دادی به گیلانه، به مارمولک جایزه دادی، به بهترین فیلمنامه دادی به مارمولک و آره. بزرگداشت توی خیلی درخشان اونجا اجرا کردی، بیزایی رو بزرگداشت برگزار کرد تا جایی که یادمه، جشنواره 22 و مهرجویی اینا رو بزرگداشت برگزار کرد. این بزرگداشت غریبیه سال جشنواره 22، یعنی اتفاق غریبیه تو جشنواره 22 میفته دیگه، بعد هم میکنم. آره آره، خب ببین 23 که آمدی تا اونجایی که من یادمه، در واقع حالا 23 یه مقدار کامچیزتر شده بود، یه جشنواره 23 دیگه تبخورت بیشتر شده بود دیگه. تو جشنواره 23 دولت عوض شد، یعنی سال 84 عوض شد، قرار شد تو بمونی؟ فکر کنم 24 عوض شد، 24 عوض شد، 84 بله، عوض شد دیگه. بله 23 شما جشنواره سر جاش بود. بله 23 آخرین سال دولت آقای مسجد جامعی بود. بله مسجد جامعی دوره 24 فکر میکنم 24 و 25. بله 24 و 25 افتادی تو دوره. بله. عوضم چطور شد ماندی؟ دبیر موندی؟ والا یه قدری، حالا من دوره های قبلم جناحی نرفته بودم سینما، آفرین، یعنی اصلا کلن ببینید ما تو تلویزیون یه جوری شاید بتونم بگم تربیت شدیم که نگاهمون نگاه جناحی نباشه. بله تو تلویزیون میگفتیم نگاهمون نگاه فرهنگیه، نگاهمون نگاه سازمان محوره، برای همینم تو تلویزیون هم تو همه تنش‌های سیاسی تلویزیون هم تو دوره‌های مختلف ما سعی کردیم مأموریت‌های خودمون رو درست انجام بدیم، هم دوره آقای هاشمی هم دوره آقای لاریجانی، با اینکه دو تا نگاه سیاسی متفاوت داشتند، بعضیشون هم در اول با آخر باز نگاهشون متفاوت بود. به هر حال تربیتمون و اعتقاد شخصیمون هم این بود که حوزه فرهنگ خود از حوزه سیاست، برای اینکه سلامت بمونه، برای اینکه کارآمد باشه حوزه فرهنگ، اگر وارد مناقشات سیاسی بشه سلامت و کارآمدیش از بین میره. لذا من همچنان خودم روی نیروی غیر جناحی میدونم یا یه آدم فراجناحی میدونم. هیچ کس نیست که سلیقه یا برداشت سیاسی یا یه رأی سیاسی نداشته باشه، منتها سیاسی کاری یا مشرب سیاسی داشتن، یعنی همه چیز رو از اون کانال دیدن، فرق میکنه. من تو حوزه فرهنگ سعی کردم نگاهم فرهنگی باشه، با همین روی کردم، چون دیدم آقای جلوه همین مشرب رو دارن. بله خیلی خوب تونستیم اون دو دوره با همدیگه کار کنیم و وقتی که
در حقیقت از آقای جلوه انتظارات دیگری وجود داشت. من همونطور که تو متن استفامم از گفتم میرم که سینما باقی بمونه، چون حس کردم که مقاومتم برای موندن علی‌رغم اظهار لطف و اصرار آقای جلوه ممکنه به سینما و به شاکله سینما لطمه وارد بکنه. گروه هفته به اضافه یک که در انتخابات فیلمسازانه که در انتخابات در واقع ریاست جمهوری احمدی نژاد هاشمی فعالیت میکردن، میگن اونا بعدا نامه نوشتن، بعضی تو نامه تقاضا کردن که انتقال مثلا در واقع فرهنگ از دولت خاتمی به دولت احمدی نژاد یک انتقال آرامی صورت بگیره. یعنی در واقع شاید میگن من نمیدونم، شما باید بگید دیگه، آمدن جعفری جلوه، آمدن آقای اربابی که آدمای میانه رو و متعادلی بودن در دولت آقای صفار هرندی، از این توصیه ها، از این ارتباط ها در میاد. چقدر این خبر درست؟ مشال با حافظه شما بزنیم به تخته. عرض کنم که اون نامه درسته، یعنی اون نامه یه اظهار نگرانی بود، ولی چقدر اون نامه مؤثر بود در این من واقعش قرینه ای ندارم. آقای جلوه به هر حال یه سابقه همکاری با آقای صفار داشتن و یه سابقه دوستی و آشنایی، و به نظر من انتخاب آقای جلوه انتخاب خود آقای صفار بود. البته حسنش این بود، شاید هم چیزی بود که، یعنی درکی بود که اون زمان ایجاد شده بود که به هر حال این انتقال به قول شما یه انتقال آرامی باشه، یا اصلا حوزه فرهنگ خورده آرامشش رو از دست نده. چون قبل از اینکه در واقع آقای جلوه بره شایعات زیادی بود که آقای مثلا فلان میاد، و بعد همه میگفتن اگه ایشون بیاد مثلا من نمیخوام اسم ببرم، بله، در واقع اتفاقات خاصی میفته، و بعد همه میگفتن دارن ارتباط برقرار میکنن که اون اتفاق نیفته. بله این بود. به هر حال میگم نسبت به حوزه فرهنگ یه نگرانی عمومی وجود داشت که این آرامش حوزه فرهنگ یا این ثباتی که تو حوزه فرهنگ ایجاد شده این ثبات به هم نخوره. ولی اینکه اومدن آقای جلوه چقدر مثلا متکی به یه همچین تحلیلی باشه، من چون بعدا دوستان جبهه پایداری که کتاب نوشتن به شدت معترض بودن به آمدن آقای جعفری جلوه در رابطه با آمدن معاونت سینمایی، و میگفتن هیچ فرقی با مدیریت قبلی که سر جشنواره بوده هیچ فرقی نداشت، نکردش، بله، نکردی. این در واقع علائمش رو ما همون در حالی که اینجور نبود، ولی علائم این به اصطلاح مطالب علائمش همون سالها هم بروز داشت. به هر حال باز مشرب آقای جلوه یه مشرب، همطور که فرمودید، یه مشرب معتدلی بود، میانه رو هستن ایشون، بله، توی تلویزیون هم ایشون باز همین مشرب رو داشت، و خب این مشرب برای بعضیا خیلی خوشایند نبود دیگه. به هر حال تا اونجایی که من حس کردم که میشه حوزه فرهنگ رو از یه سری، بله، سینما رو از یه سری تنش‌ها دور نگه داشت و به نفع سینماست که من باشم، موندم. و بعد از این که حس کردم که ممکنه دیگه از این به بعد به ضرر سینما تمام بشه، گفتم خب من نباشم بهتره، چون سینما از بودن و نبودن ماها مهمتره. جشنواره 24 تو چند تا جایزه درخشان داره. یکی اصغر، اولین جایزه اصغر فرهادی رو در دبیری تو گرفته برای چهارشنبه سوری. هدیه تهرانی دومین جایزش رو در دوره تو گرفته، و مهمترین قضیه فیلم عصر جمعه مونا زندی جایزه گرفته در دانشگاه. تحت فشار قرار نگرفتی برای این جایزه؟ ببینید فشار نه، ولی تحت نقد و بررسی همیشه قرار میگیریم دیگه. نگفتن چرا این جایزه رو دادی؟ نه، به هر حال ما وقتی که، یعنی آقای صفار شما رو نخواست که بگه چرا این جایزه رو دادی؟ نه، منو نخواست آقای صفار، ولی به هر حال تو نقد و بررسی هایی که از جشنواره میشد، همه این وجوه مختلف مثبت و منفی جشنواره یا فیلمایی که انتخاب شده بود، چون ببینید ما یه قاعده داشتیم توی جشنواره، میگفتیم که فیلمی که پروانه ساخت داره معنا و مفهومش این است که این با مجوز ساخته شده، حالا هر مضمونی داره. فیلمی هم که پروانه نمایش داره، باز چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، معنیش اینه که اجازه نمایش داره.
پس این دوتا قاعده رو رعایت میکردیم. ما فیلم پروانه ساخت ندار توی به عنوان فیلمی که هیئت انتخاب ببینه نداشتیم، فیلم بدون پروانه نمایش هم برای جشنواره نمایش نمیدادیم. میگفتیم اگر اعتمادمون و اتکایمون به قانون باشه، این یکی از اصول محوری من همیشه بوده تو همه دوره فعالیت ها، میگفتم آقا ما قانون محور باشیم، قانون هرچی میگه، ولو اینکه نسبت به قانون نقدم داشته باشیم، ولی من مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری ها رو گذاشته بودم مبنای قانونی. همیشه هم فکر میکردم که این با این شاخص است که ما رو خوب ارزیابی بکنن و با همین شاخص هم ما باید کار بکنیم. ما اصلا مأمور به اجرای قانونیم. اگر ما بیایم سلایقمون رو، بعضی از این فیلم ها رو ممکنه با سلیقه شخصی خود منم جور در نمیمد، ولی میگفتم آقا اون چیزی که قانونی ساخته شده پس میتونه نمایش داده بشه. چقدر آقای رضاداد بودن آقای مجیدی در هیئت داوران 84 موثر بود در دادن این جایزه، یعنی ایستادن با این جایزه؟ دوره 84 که به نظرم ترکیبمون خیلی ترکیب خوبی بود و آغاز یه تحول تو جوایز، تو بخش نقدینگی جوایز هم بود. اتفاقا اون دوره آقای نبوی بود، آقای مجیدی و دوستان دیگه، اینا وقتی فهمیدن که اون بخش اقتصادی جشنواره چقدر کمه، خودشون بانی شدن رفتن و اون قصه سمند و پراید از اون دوره شروع شد. رفتن با وزیر صنایع یه ملاقاتی داشتن و مجوز گرفتن و دیگه اون به عنوان یه عادت، چون واقعش بخش نقدی جشنواره خیلی بخش ضعیفی بود، خیلی بخش کمی بود و این خب یه مشوقی بود. همه اینجوری بگم، به هر حال ما باید اعتماد کنیم و اتکا کنیم به نظر داوران فارغ از سلایق شخصیمون و حتما هم توی ترکیب هیئت داوران بحث های کافی شده از همه وجوه. همیشه اینجوریه، یعنی حالا ممکنه مثلا مردم کمتر اطلاع داشته باشن که وقتی که یه فیلمی میخواد فیلم برتر بشه یا یه سیمرغی میخواد به یه فیلمی داده بشه چقدر جنجال توی هیئت داوراست. بله بله کاملا. و چقدر بحث میشه، بررسی میشه، سه چهار بار عوض میشه، دوباره گزینه‌های متعدد میاد بیرون. یعنی من همیشه فکر میکردم اگر اون چیز حریم خصوصی اجازه میداد ما همه جلسات هیئت داوران رو میتونستیم ضبط بکنیم و نمایشش بدیم و یه جوری ورود به حریم خصوصی داورا نبود، یا باعث نمیشد که داورا خودشون رو سانسور بکنن یا یه محظوراتی پیدا کنن، وقت همه متوجه میشدن که یه جایزه دادن و ندادن چقدر کار براش انجام میشه تا اتفاق بیفته. این همینو توی هیئت انتخاب هم داریم، منطقه هیئت انتخاب کاری خود ساده تره، یعنی آخرش اینه که مثلا 22 تا فیلم رو بالاخره میگن آقا 22 تا فیلم انتخاب کردیم، مال یه 23 یا میشه یا نمیشه، که ما بعضی از دوره ها واقعا توی هیئت انتخاب هم همین چالش رو داشتیم. دوره دوره کی؟ حالا من اونو میپرسم. میپرسم. یک چیزی میخواستم سوال من برای این آقای مجیدی از شما پرسیدم، حرفتون خورد جلو حرفتون رو گرفتم ببخشید، که آقای مجیدی جز اون کارگردانای هفته به علاوه یک بود دیگه، در واقع همون بیانیه هفته به علاوه یک از هاشمی دفاع کردن جز اونا بود. آیا بودن ایشون و همکاری با جشنواره 84 موثر نبود که اعتراضا داده نشه، یعنی اعتراضا نشه؟ نمیدونم از اعتراض کنندگان باید شما بپرسی، ولی من فکر میکنم که به هر حال اعتمادی که به آقای مجیدی وجود داره یا اطمینانی که به آقای مجیدی وجود داره که به هر حال ایشون جزء فیلمسازان متعهده کشور ماست، ممکنه موثر باشه. ولی عرض بکنم همون سال هم، نه اون سال، اصلا همه سالها جوایز ما در بوته نقد و بررسی گروه های مختلف فکری و سیاسی قرار می گرفت. جشنواره بعدی 25 هم دبیر بوده که جنجالی ترین فیلمی که تو این جشنواره داری سنتوریه دیگه،
یعنی فیلمی که ما خیلی دوستش داشتیم، یعنی جشنواره 25 سنتوری بود. نه دو تا فیلم دادیم، اخراجیاس و سنتوری. آره حالا اخراجیاس که خب آره یعنی مجوز میتونست بگیره با توجه به موقعیت فیلم موقعیت هر دو تا فیلم فیلمای آره. جنجالی بودن دیگه آره. چون خب اخراجیام چیز هندونه در بسته بود، یهو آمد و یه فضای خیلی بله بله مخاطب ایجاد کرد. سنتوری به دلیل اینکه کمدی اجتماعی بود و در واقع باز دوباره برگشته بود، ملودرام و ملودرام ببخشید ملودرام اجتماعی تلخی هم بود، در واقع چگونه گذاشتیش؟ خب آخه چرا نذاریم؟ یعنی نه یه مناقشات ببینید شورا دید فیلمو. بله بله ببینید یه راجب سنتوری، سنتوری از 5-6 ماه قبلش آماده شده بود. خب شورا هم یه دیده بود، شورای پروانه نمایش یه اشکالاتی داشت، اشکالات عمده بود. اون اولیه بله، یک عرض کنم که آقا خب مرحوم مرجویی و مرحوم فرازمند یه مسائلی داشتن، خدا بیام بله خدا رحمتشون کنه، یه مسائلی داشتن با جمع‌بندی های شورا. خب این دو سه بار رفت آمد تا اینکه با هماهنگی آقای جلوه قرار شد که من یه حالا مثلا پادرمیونی کنم یا یه گفتگوی با آقای مرجویی انجام بدم، به یه تعادلی برسونم مجموعه این اشکالات رو، و همینطور هم شد. من فیلم رو دیدم، با آقای مرجویی صحبت کردم، دیدگاه های ایشون رو گرفتم، آمدم با آقای اربابی صحبت کردم، دیدگاه آقای اربابی رو گرفتم، این دوتا دیدگاه خیلی به هم نزدیک شد و اون نسخه‌ای که در جشنواره نمایش داده شد نسخه‌ای بود که دیگه اشکالاتش، یعنی شما اصلاح کردید فیلمو؟ آقای مرجویی اون، یعنی شما به آقای مرجویی گفتید اصلاح، بخشی از اشکالاتی که آقای اربابی یعنی شورا گرفته بود که آقای اربابی تعدیل کردن و با اون بخش دیگه آقای مرجویی موافقت کردن. یعنی آقای اربابی ایرادات رو تعدیل کرد؟ بله بله بله. و ایرادات تعدیل شده آقای مرجویی انجام، یه بخشش ناشی از سوء تفاهم بود. بالاخره یهو یه تفسیری میاد راجبه یه مثلا نشانه‌ای تو فیلم، یهو همه فیلم رو تحت تأثیر و تحت شعاع قرار میده. به هر حال اون اتفاق افتاد و فیلم آمد توی جشنواره. چه اصلاحاتی شما دادیم یادت میاد؟ من اصلاحاتی ندادم، من فقط میگم، من فقط سعی کردم که دیدگاه شورا از طریق آقای اربابی نسبت به فیلم یه خورده دید متعادل بشه. حالا الان جزئیاتش یادم نمیاد، ولی میگم اون تفسیر غیر متداول، میگم ببینید از فیلم همون موقع تو شورا تفسیر غیر متداول شده بود از فیلم، حالا یا تو شورا یا بیرون، بله یا بعدن فیلم توقیف، بله یا تو شورا یا بیرون، ولی از فیلم تفسیر غیر متداول شده بود. منظور از بیرون که آدمای بیرون، یعنی بله دیگه ببینید آخر راجب مگه بیرون فیلمو دیده آخر بود. راجب فیلم همه به خودشون اجازه میدن که اظهار نظر کنن، بعضی وقتها هم توی یه سری، همین الان هم هست، مثلا یه فیلمی هنوز تو شورا نرفته، یه عده‌ای بالاخره فیلمو میبینن از یه جایی پیدا میکنن یا یه تفسیری رو میشنون نسبت به اون حساس میشن. از این جور تفسیرها توی نسبت به سنتوری بیرون شده بود. وزیر نیست؟ نه الزامه، نه فعالان فرنگی تو، خب یعنی فیلم مثلا شورا نشون فعالان فرنگی داده؟ نه الزامن شورا آه. نه الزامن فیلم، یه فیلمی بود آقای ساداتیان ساخته بود که بعدن هم آقای ساداتیان انتقاد کردم، این مثلا مال چند سال گذشته است، یا متیشیشونی من، یا آه. یه فیلم دیگه آه. که آقا این فیلم منو، من رفتم خونه فلانی گفته من این فیلم تو رو دیدم، یعنی بالاخره این جور اشکال. آقای رضاداد خب آخه داستان اینطوریه که معمولا ما بعدن هم کندوکاف کردیم، یه سری فیلم ها از طریق خود ارشاد میرفت دست یک سری آدم ها دیده میشون که بعدن ادهی گفتن ایکس ایگرگ زد مثلا سالهای اخیر فیلم ها رو میده بیرون بله. نمیبینن. یکی از در حقیقت کانال های خروجی فیلم ها اتفاقا ساختار خود ارشاد بود، حالا گاهی وقتا مشفقانه، گاهی وقتا هم غیر مشفقانه،
این هم بود. ولی میخوام بگم که راجع به هر فیلم خاصی آدم نمیتونه هر کس خاصی رو مسئول کنه. نه الان من میخوام تاریخ مطرح بشه، یعنی اون فیلم رفته بود بیرون، بیرون نظرات سوء تفاهم نمیدونم رفته بود بیرون یا نه. ولی میخوام بگم راجع به، ببینید راجع به سنتوری از فیلمنامه‌ش هم که بازی عده‌ای تو شورا و بیرون خونده بودن، از فیلمنامه‌ش هم همین مناقشه بود، چون یکی اون فیلمنامه‌ش هم یه حمایتی از فارابی شده بود. یکی از انتقادایی که به فارابی شده بود این بود که شما اصلا چرا اون حمایت حداقلی رو از فیلم کردین؟ که من گفتم که خب این حمایتیه که همه میتونن بگیرن. فارابی دوره شما بود؟ فارابی دوره ما، بله. فارابی دوره ما، منتها فیلمنامه‌اش فکر کنم مثلا از یا سال اولی که من اومدم یا از قبل از این که من بیام فارابی مطرح بود، ولی حمایت در حد تجهیزات و اینا اصلا حمایت عجیب غریبی نبود، برای همه فیلم‌ها اتفاق میافتاد. بله. بله اعتراض کردن چرا فارابی حمایت می‌خوام بگم که این مسئله سنتوری نقطه عزیمتش خود فیلمنامه‌اش بود، که از خود فیلمنامه اینی که آقا این مثلا یه تعریضی به جریان مذهب داره یا یه تعریضی به خانواده های مذهبی داره، یه همچین حسی، یه همچین گفتهی راجع به فیلمنامه‌اش بعدن ما شنیدیم که از فیلمنامه یه همچین چیزی اتفاق افتاده بود، یه همچین برداشتی اتفاق افتاده بود از خود فیلمنامه. خب در واقع وقتی که شما فیلمو نمایش دادین تو جشنواره، چند تا نمایش دادین فیلمو تو جشنواره؟ فکر کنم تعداد نمایشاتون هم زیاد بود تو جشنواره. تعداد نمایشا نسبت به فیلم‌های دیگه یه خود کمتر بود، ولی زیاد بود، چون اگه یادتون باشه اون سال جشنواره فکر کنم فردای عاشورا یا پس فردای عاشورا شروع می‌شد. این فیلم چون یه خود طنز و اینام بود، موسیقی داشت، فکر کنم با دو سه روز تأخیر توی جشنواره به نمایش در اومد و هنوزم ما نسخه نهایی دستمون نرسیده بود. لذا توی جدول جشنواره، اگر شما دقت کنین تو جدول جشنواره، ما برای فیلم جای خالی گذاشته بودیم، ولی اسم سنتوری رو چون نسخه نهایی هنوز دستمون نرسیده بود، اسم سنتوری رو ننوشته بودیم. یکی از مثلا مسائل جشنواره که بعداً به خصوص دوره آقای انتظامی خیلی روش ایشون پافشاری میکرد یا آقا این انضباطتون رو حل کن، چیز کنید، رعایت کنید، همین بود که بعضی از فیلم ها مثلا روز چهارم میامد و بعضی از فیلم ها مثلا روز اول میامد. این بین خود فیلم سازا هم یه مناقشه بود که چرا ما بعد از روز اول شروع کنیم یه فیلمی مثلا روز چهارم با یه فضایی میاد فلان بیسار، یه همچین چیزایی هم بود. فکر کنم سنتوری به حال با 3-4 روز تأخیر وارد جشنواره شد، ولی اونقدر نمایشهاش با استقبال روبرو شد، بسیار من بودم نمایش اولش، که با فیلم اخراجی ها توی رأی‌گیری مردمی اومد بالا، فکر میکنم با 0.01% بله. تفاوت شد، که اون دوره هم آقای دادگون رو ما خواهش کرده بودیم دبیر برگزاری رأی مردمی بشه، چون اون دوره یه مناقشه با خانه سینما داشتیم، هیئت مدیره خانه سینما عوض شده بود، رأی مردمی همیشه تو خانه سینما چالش ایجاد میکرد. بله بله. اون دوره آقای میرکریمی مدیر عامل خانه سینما بودن، خدا رحمت کنه مرحوم علی معلم رو، آقای علی معلم هم توی هیئت مدیره بودن و اینا. این ترکیب تصمیم گرفتن، گفتن ما رأی مردمی رو برگزار نمی کنیم. گفتم آقا رأی مردمی یه مسئله خیلی جدیه و اینی که ما اصرار داریم خانه سینما برگزار کنه، به جهت اینی که اتفاقا سازمان جشنواره از این دعوا محفوظ بمونه و خدای نکرده سوء تفاهمی نشه که مثلا سازمان جشنواره به این فیلم نسبت به اون فیلم علاقمندتره یا ال. ولی به تفاهم نرسیدیم با آقای میرکریمی اینا. من فکر کردم که کی تو سینما میتونه مورد وثوق همه جامعه سینمایی باشه دیگه. دیدم آقای دادگو بهترین فرد برای این امانتداری هستن، چون واقعا رأی مردمی یه جوری امانت دست برگزار کننده.
دیگه از ایشون خواهش کردم و ایشون اومدن و خیلی با دقت، خواهی دادگو هم توی مسائل ریاضی و آماری و اینا خیلی دقیقن ایشون. روز آخر گفتن آقا فاصله این دوتا فیلم 0.01%. و از نظر آماری ما با متخصصین آمار که بررسی میکنی، همه متخصصین آمار میگن این فاصله واقعا گویا نیست و معنیدار نیست. شاید برای اولین باره که دو تا فیلم مشترکاً برگزیده رأی مردمی هستن، اخراجی ها و خیلی فیلم چیز. یادم رفته بود که دو تا این مشترکن. بله یادمه که با هم اومده بودم بالا، ولی یادم نمیاد. نه ما چند تا جایزه دوتایی داریم که هر سال هم از این بابت مورد انتقاد واقع شدیم. یه جایزه دوتا فیلم نامه داریم فکر کنم دوره های بعده که فیلم آقای افخمیه و فیلم رستاخیز اگه اشتباه نکنم. بله سال 32ه. سال 32ه. جشنواره 32. آره اونجا هم با اینکه مثلا ما گفته بودیم به هر جشنواره 32. آره گفته بودیم هر جایزه به یه فیلم بیشتر تعلق نمیگیره. ولی باز هیئت داور رو نتونستن به جمع‌بندی برسن. ما دیگه اینجا از اختیار خودمون معمولا استفاده کردیم که گفتیم باشه دیگه دو تا فیلم مثلا. وقتی که نیستن توی نمایش داری در جشنواره، تلفنایی بد نشد، اعتراضی بد نشد بعد از نمایش فیلم در جشنواره؟ اون سال خب کلن بعد از جشنواره ما اعتراض زیاد داشتیم، حالا نه فقط نسبت به فیلم سنتوریا. یه وجهی از اعتراض ها نسبت به بیمهری به فیلم اخراجی ها بود، بیش از اون چه که ما اون سال اعتراض داشتیم نسبت به نمایش سنتوری، اعتراض داشتیم نسبت به اینکه مثلا هیئت داوران نسبت به اخراجی ها یه خود بیمهری کردن. این اعتراض داوره اون دوره یادم رفته کیا بودن اون دوره سنتوری، نصیریان میدونم بود، چون من به نصیریان. بله. آره آقای نصیریان بودن. آره. آقای یادم رفته یه دفعه از حافظم، چون به خونبازی هم جایی رضا هنرمند بود. آره آره فکر کنم اون دوره بهترین فیلممون روز سوم شد اگه اشتباه نکنم. بله روز سوم شد. به هر حال دوره خیلی فیلمنامه رو دادی به خونبازی، کارگردان دادی به لطیفی در واقع، و فکر میکنم اگه شما دقیق تر میدونید. آره با این حافظتون ماشاءالله. آره فیلمنامه رو بهترین فیلم رو به کی دادیم؟ دادی به روز سوم دادی. روز سوم. آره روز سوم. پس کارگردانی و بهترین فیلم روز سوم. آره روز سوم. یه فیلمنامه رو دادی به خونبازی رخشان بنی اعتماد. بله شاید. که خیلی فیلم خوبی هم بود. بله خونبازی. خب اون دوره یه مناقشه دیگه هم داشتیم. ما قاعده جشنواره فجر این بود که نمایش اول باشه. فیلم خونبازی قبلش رفته بود توی جشنواره فیلم شهر و اونها بی توجه به این قاعده جشنواره رفته بودن. ولی خب یک دوتا جشنواره فیلم شهر یک دوتا نمایش محدود بیشتر نداشت. یادمه که جمع‌بندی اینجوری شد که خانم بنی اعتمادی اینا گفتن آقا ما شما فیلمو نمایش بدید ولی ما از حقوق تهیه کننده کارگردان میگذریم، و انصراف نوشتن که در این دو بخش ما رو رقابت ندین. و فیلم خب ارزشمندی هم بود، حیف هم بود توی جشنواره به نمایش در نیاد. با یه همچین انصرافی خونبازی آمد. این هم یکی از نه دیگه اصلا خونبازی هم باران کوثری جایزه بهترین بازیگر رو گرفت. آخه جشنواره فیلم شهر جایزه بهترین بازیگر اینا نمیداد دیگه. آها. چون بهترین فیلم بهترین کارگردانی رو میداد، اونا گفتن آقا ما رو از این، یعنی ما از این بخش انصراف میدیم ولی فیلم تو جشنواره نمایش داده بشه. سال پرچالشی بود دیگه، یعنی خیلی سال پرچالشی بود. سالهایی که شما اومدی خیلی پرچالش. نه سالهایی که فیلم‌های متنوع و فیلم‌های قابل بحث تو جشنواره زیاده، خود به خود سال پرچالشی میشه. سال 92 هم همین دلیل پرچالش. جایزه روز سوم رأی داوران بود، یعنی فشار دیگه از بالا نبود. بله. یعنی رأی داوران. بله. تا
چون در واقع متفاوت بود. ما خون بازی هم عنوان کارگردان داریم دیگه. بله بله بله. یعنی سنتوری هم داشتیم. سنتوری که البته من با نصیران صحبت کردم خیلی خوشش نیومده بود از عنوان فیلم و بازیگر شما با رادان دارید جایزه رادان دارید. بله بازیگر بهترین بازیگر آقای رادان گرفتن. به هر حال اون سال ما بیشترین اعتراض رو بعد از جشنواره نسبت به بیمهری به اخراجی ها داشتیم. این بیشتر از اعتراض چرا فکر میکردن اخراجی ها باید جایزه بگیره؟ خب چون اولا فیلم اول آقای خب دینمکی بود. آره. خیلی مورد استقبال واقع شده بود. بله فروش و اینا خیلی خوب بود. بله. سانس های متعدد یعنی آره بله. این دوتا فیلم پا به پای هم دیگه سنتوری و اخراجی ها پا به پای هم دیگه سانس فوق‌العاده میخوردن. خود به خود این همین انتظار رو مثلا سالی که مارمولک بودم در مورد مارمولک ایجاد شده بود. بالاخره افکار عمومی وقتی میبینه کاملا فیلم... متفاوتن دو فیلم ها. آره نه میگم آره. وقتی افکار آره. عمومی میبینه اینقدر فیلم پر مخاطبه و جذابه و مورد استقبال قرار میگیره. خب جشنواره کی هیچ وقت دنبال مخاطب خب انتظار بیرونی اینه که آقا داورا اینو مورد توجه قرار بدن. استدلال داورا برای اینکه ما یه رأی مستقلی داریم این استقلال خیلی مورد توجه قرار نمیگیره. در حالی که واقعا داوران ما هرمه این سالها که ما فیلم های پر مخاطب داشتیم گاهی وقتا رأیشون با رأی مردم یکی میشده گاهی وقتا هم یکی نمیشده. سر روخ دیوانه اینجوری شد. سر روخ دیوانه آره. سر روخ دیوانه رأی داورا و رأی مردم یکی بود. یعنی اون هم بهترین فیلمو گرفت. فیلمایی که مردمی انتخاب مردمی انتخاب مردمی بله انتخاب مردمی. ولی گاهی وقتا این فاصله داره. سر مارمولک این فاصله بود، سر اخراجی ها و سنتوری این فاصله بود. آراء داوران الزاماً همیشه منطبق با بهترین انتخاب مردمی نیست. گاهی وقتا هست، گاهی وقتا هم نیست. نه دیگه گاهی وقتا انتخاب مردمی یه چیزیه، گاهی وقتا انتخاب بله. داوران یه چیزیه. داورا این هم جزو شگفت انگیزی های جشنواره است. تو بعد از جشنواره 25 آمدی بیرون، استعفا دادی و دبیر دیگه نبودی. 26 آقای مجید شاه‌حسینی بود، 27 بله. آقای مجید. علت خاصی داشت؟ خب چون دیگه فارامی نبودم و یعنی شما بعد از اون قاعده قاعده این بود که مدیر بله. بله بله قاعده این بود که مدیر عامل فارابی دبیر جشنواره فرض. چرا عوض شدی از فارابی؟ یعنی علتش این بود که این جشنواره اینطوری عرض کردم من نه فاد من مرداد ماه استعفا کردم و کناریگی کردم. مرداد سال بعدش 80 و بله آه. ما جشنواره به خاطر کودک... عدم نمایش سنتوری نه جشنواره کودک رو هم برگزار کردیم. یکی از عواملش همون اتفاقی بود که برای نمایش سنتوری افتاد، ولی من حس کردم که دیگه جای من دیگه توی مدیریت سینما نیست. عرض کردم انقدر فشار به آقای جلوه می آمد، هم من هم از ناحیه من هم از ناحیه آقای اربابی، که من فکر کردم که ما اگر کناره گیری کنیم تو سینما این تلاطم و این آرامش یه خود کاهش پیدا میکنه و آقای جلوه میتونه همچنان مدیریتش ادامه پیدا کنه و فشارهای روی آقای جلوه یه خود کم بشه. ببین سنتوری شما در جشنواره نمایش دارید، رسم بری بود هر فیلمی در جشنواره نمایش داده میشه در اکران هم نمایش داده بشه، ولی سنتوری اکرانی نشد. یه جلوی اکرانش رو گرفتن. چرا؟ بله دیگه جلوی اکرانش گرفتن و چیز خورد، بیلبورد خورد ولی چی بله جلوش گرفتن. خب میگم همون مناقشاتی که نسبت به همون سوء تفاهم ما سنتوری از قبل بود همون قدرت گرفت. همون ها دوباره تنها فیلمیه که یه وزیر اعلام میکنه ما توقیف کردیم. یعنی آقای وزیر شام چیز سفار هرندی اعلام کرد ما این فیلم رو توقیف کردیم. بعد از اون بعد از جشنواره البته خب سر رستاخیز هم این اتفاق افتاد دیگه. رستاخیز هم روز اکران جلوی نمایشش گرفته شد. حالا اون فشارها یه چیزی دیگه بود. نه میخوام بگم چند تا نمونه دیگه هم داریم. شما یک از دلیل استعفاتون این بود که سنتوری در واقع به حال ببین فضا دیگه تنگ شد، نمیشد کار. میدونید یعنی من حس کردم که با اعتمادی که آقای مرجی به من کرد و
حالا دوباره یه مناقشه جدید و اینها یه قدری سخته دیگه ماندن، و آدم بتونه اون کمکی که میتونه به سینما بکنه بخواد بکنه. ضمن اینکه فشارهای روی آقای جلوه انصافا زیاد بود، اگر صحبت آقای جلوه رو توی مراسم تودیع من دقت بکنید، ایشون اونجا هم همین رو بروز میدن که به هر حال شرایط به گونه ای شد که ما دیگه باید از توانمندی آقای رضاداد، حالا لطف میکردن که از توانمندی آقای رضاداد یه جای دیگه استفاده بکنیم. یعنی ایشون هم به رغم میلش آماده این تغییر شد، ولی خود من بیشتر از همه داوطلب این تغییر بودم. من همیشه فکر میکنم که آقا جایی که آدم نمیتونه کار بکنه رها کنه که دیگران بتونن کارشون رو بکنن. میدونید شما اگه مقاومت بکنید اون فشارها هی به اون مجموعه میاد دیگه، به یه فرد که نمیاد که. شما توی مثلا فرض کنید همین الان این مؤسسه دارید زحمت میکشید، اگر یه قدری با چالش اینجا روبرو بشید کل مؤسسه دوچار چالش میشه دیگه. بله کاملا درسته. خب باز دوباره شما آقای رضاداد در انتقال دولت آقای احمدی نژاد به دولت آقای روحانی، یعنی دولت آقای احمدی نژاد به دولت میانه آقای روحانی، شما دبیر جشنواره میشید، یکی از جشنواره 32 بله جنجالی ترین جشنواره ممکن. نه جنجالی ترین که نه، ولی آره شاید یکی از ببینید بله همینطورم شد. من به هر حال من دیگه رفته بودم داشتم یه زندگی حرفه‌ای دیگری رو برای خودم بعد از فیلم حضرت محمد صلوات الله که مجری طرح بودم، داشتم یه زندگی دیگری رو در برای خودم رقم می‌زدم که دولت دوباره تغییر پیدا کرد و آقای ایوبی شدن بله رئیس سازمان سینمایی. حالا تشکیلات هم یه خود تغییر کرده بود، ایشون خودشون میگفتن که یعنی اولین روزی که مسئولیت پیدا کردن و اومدن توی اتاق ریاست سازمان سینمایی با من تلفنی صحبت کرد، گفت این اولین تلفنیه که من دارم میزنم. خب جالبه. و یه قرار گذاشتیم که با هم صحبت کنیم، ایشون گفتش که شما بیا کمک و اینها. گفتم آقا ما اصلا چرخه زندگیمون یه جور دیگه شده. گفتن نه من احتیاج به کمک دارم و فکر میکنم شما خیلی میتونین کمک کنین. خب ما ارتباطمون با جامعه سینمایی خیلی گسترده بود، از ناحیه فعالان سینمایی هم خیلی به من توصیه شد که تو این همکاری رو انجام بده با آقای ایوبی، چون چالش های سینما خیلی زیاد شده بود، یه واگرایی خیلی جدی بین خانه سینما تعطیل شده بود. بله مثلا بین فعالان سینما بعد درگی اختلاف شده بود خیلی. اصلا 88 بحران انسجام و اتحاد بود دیگه. آره دیگه. همه از هم جدا شدن دیگه و اینا کشیده شده آره. بود تا انتخابات و تا تغییر و تحولات دولت. منم باز اصلا یک امیدی بود دولت که عوض شد، یک امیدی دوباره زاییده شد که حالا چیکار می‌خوام بکنم. چیز کردم دیگه، یه حرف گوش کردم در حقیقت. خب چون خیلی برام این فضای عاطفی خیلی مهمه اجابت کردم آمدم، منتها ایشون پیشنهاد کرد داشتن که من یه جایی مسئولیت قبول کنم. گفتم اجازه بدین من بتونم به شما به عنوان تو نقش مشاور به شما کمک کنم. حسم این بود که توی این دوره جدید دیگه با توجه به سوابق من تو فارابی و اینی که سازمان سینمایی رو یه دور همه بخش‌های مختلفش رو چرخ زده بودن، شاید اینجا جای موثرتری باشه. ایشون هم اصال لطف کردن و من به عنوان مشاور آمدم. یکی از مسائل چون شهری برای اینا بود دیگه، چند نفر رو هم من به عنوان دبیر جشنواره فجر تو دوره جدید پیشنهاد کردم، چون واقعا اعتقادم اینه که یه کسانی که از یه جایی میرن دیگه باید ببوسن بذارن کنار، اونجا برگشتنشون خیلی به لحاظ نظام مدیریتی اصلا شاید نه صحیح باشه نه به مصلحت باشه. به همین جهت هم چند نفر رو پیشنهاد کردم، ایشون هم با هر کدومشون یا یه تعاملی میکردن یا یه جلسه میذاشتن. فکر کنم مهر و آبان بود، ایشون گفتش که آقا این دوره دیگه دست خودتون ببوسه. جالبه، خیلی خوب.
گفتم نه و الو بلو این حرفا. گفتن نه، من جنبندیم اینه که شما لاقل این دوره رو وایسین. تو همون دو سه ماهه من متوجه شده بودم که جشنواره فجر همونقدر که میتونه نقطه واگرایی جامعه سینما باشه، میتونه نقطه همگرایی جامعه سینمایی باشه. کاملا درسته. و احساس کردم که بله. این واگرایی و همگرایی خیلی درسته. جشنواره جن لحظاتی واگرایی ایجاد کرده و لحظات بله. همگرایی. من احساس کردم که من میتونم این همگرایی رو توی جشنواره فجر، همگرایی رو به نمایش بگذارم. اصلا دولتی اومده زمین بود همگرایی رو بزنه. اصلا این نه، زمینه‌هاش فراهم شده بود. ولی جشنواره فجر میتونست دوباره این زمینه‌ها رو متلاطم کنه. خب یه نقاری بین تعدادی از فیلم‌ها و مدیریت قبل ایجاد شده بود. بعضی از فیلم‌ها پشت در پروانه نمایش مونده بودن، بعضی فیلم‌ها بلا تکلیف مونده بودن. بعضی فیلم‌ها رو سازندگانشون احساس اعتماد نمی‌کردن که رونمایی کنن. بدن آره آره. ازش قصه هایی که از این فیلم های بود که احساس اعتماد نمی قصه ها بود، خانه پدری بود، آره خانه پدری رستاخیز بله. بود آقای درویش. خب و عصبانیستم. عصبانیستم نه، جز تولید جدید بود بله. جدید. ولی مثلا رستاخیز دوره قبل آماده بود یا قابل آماده شدن بود، به جشنواره 31 نایده بود. بله آقای درویش جنبندشونی نبود تو اون جشنواره ارائه بشه. من دیدم خب جشنواره فجر واقعا همچین نقطه ایه. و قصه ها رستاخیز 5-6 تا فیلم بود. آره، حالا اینا مثلا شاید شناخته شده ترین و خانه پدری. به هر حال من فکر کردم که شاید این تحلیل آقای ایوبی بلاوجه نیست و فرصت هم کمه. به سال دولت سالیه که فرصت کمه، چون شهریور دولت عوض میشه، تا مهر مدیران مستقر بشن آبان 3 ماه دیگه جشنواره فجره، در حالی که یه جشنواره فجر درست قاعدتا مثلا باید از مرداد و شهریور فراخوانش رو داده باشه. لذا این محدودیت زمان هم خودش موثر بود در اینکه شاید تجربه اون 4 دوره قبلی من بتونه به کمک بیاد. دیگه ما درگیر جشنواره شدیم و اتفاقا بعد از جشنواره هم من خودم تحلیلم این است که خیلی خوب شد که من پذیرفتم، چون تلاطم هایی که جشنواره 32 در معرضش قرار گرفت تلاطم های خیلی جدی بود بله، و میتونست دوباره واقعا به یه واگرایی بین جامعه سینمایی، من اصلا واگرایی منظورم دولت ملت نیست، خود بچه های سینما با هم میتونست یه نقاری تو خود بچه های سینما ایجاد کنه. چنانچه قبلش هم این نقار واقعا درست بهانش خانه سینما بود، ولی یه دو دستگی تو خود بچه های سینما ایجاد شده بود. شما مثلا نگاه کنید جامعه تهیه کننده ها از هم پوکیده بودن و اون دعواها اون سالها خیلی تشدید شده بود. اصلا 32 یعنی 92 آمدن دولت میانه رو و شما که آمدید، در واقع قرار بود که یک اتفاقاتی بیفته و دوباره امید به جامعه برگردی، یعنی جامعه با امید مجدد به آینده بخواد شرکت کنه و این جشنواره جشنواره خیلی مهمی بود اصلا به طور کلی، چون آدم طبقه متوسط شرکت کرد تو انتخابات بسیار فعال که اتفاق بیفته دیگه. این اتفاق بعدم باز جشنواره پرفیلمی بود، خیلی پرفیلم بود، به گونه ای که مثلا یکی از فیلم های ما شیار 143 بود. بله خیلی مهم بود. این فیلم توی انتخاب هیئت انتخاب نشده، مثلا شده بود 23 24 و یه تعداد فیلم دیگه. حالا مثلا شیار 143 بیرون جو درست کرد که هیئت انتخاب اینو انتخاب نکرده، ولی واقعا از آقای حاتمی کیا شروع شده یک جمله گفت فکر میکنم. نه آقای حاتمی کیا بعد نه آقای حاتمی کیا بعدن آمد. آره. یه اعتراضی نسبت به انتخاب نشدن این فیلم داشت، ولی به هر حال ببین اون دوره هم مثلا هیئت انتخاب ما آقای معلم بودن، خدا رحمت بر یادم، داریوش فرهنگ، مازیار میری، آقای دکتر دارغزه است. یعنی باز ترکیب هیئت انتخاب یه ترکیب به اندازه یه هیئت داوری، همشون اظهار نه همشون اهل نظر و اهل چالش هم با هم دیگه. اون سال باز از اون سالایی است که من با اینکه خودم مثلا اعتقادم اینه که فیلم های جشنواره نه از 20-22 تا بیشتر نشه،
ولی گفتم تو 33 تا فیلم انتخاب بشه. یعنی ما دایره انتخاب رو باز کردیم که باز همه فیلم هایی که بیرون مونده بیاد و واقعا فیلم قابل توجهی نباشه که تو جشنواره دیده نشه، که البته سال بعدش دوباره روی اون اصل 22 تای خودمون که اصل متعارفی هم ولی هست. خب جشنواره خیلی پر سر صدای شد، جشنواره سال 32، به دلیل عصبانی نیستم و تعویض جایزه عصبانی نیستم. داستانش چی بود؟ ببینید، از انتخاب عصبانی نیستم باز یه نگرانی هایی نسبت به این فیلم و فیلم نامش، مثل همون سنتوری که میگم از فیلم نامه شروع شده، نسبت به این فیلم ایجاد شد. ولی بچه های حتی انتخاب فیلم رو دیدن، به لحاظ وجوه هنری و سطح فیلم انتخاب شد، شورای پروانه نمایش هم فیلم رو دید و مشکلی نداشت با فیلم. خب فیلم یه قدری انتقادی بود، اجتماعی بله. انتقادی بود، بله، یه فیلم سیاسی انتقادی، ولی فیلمی نبود که شورای پروانه نمایش که تغییر هم کرده بود بهش پروانه نده. من هم که عرض کردم من قاعدم قانونه، یعنی وقتی دیدم این فیلم پروانه نمایش داره، خب باید دیگه تو جشنواره هیئت انتخاب انتخاب کرده و تو جشنواره هم باید میگذاشتیم و گذاشتیم. از اولین نمایش ها یه مقداری فیلم دوباره در معرض انتقاد، سوء تفاهم های متفاوت و انتقاد قرار گرفت و همینطور این انتقاد ها گسترده شد تا جایی که آقای دکتر داروغ‌زاده اون سال جانشین من و مدیر کاخ جشنواره بودن، که حالا آقای وزیر گفته نه این کاخ خانه جشنواره، مدیر خانه جشنواره بودن برج میلاد. چقدر شما خوب انجام دادین خانه رو گفتین کاخ. بله، عرض کنم که آقای داروغ‌زاده موقع نمایی روز قبل از نمایش عصبانی نیستم، روز نمایش عصبانی نیستم همزمان بود با نمایش یه فیلم دیگه کمال، کمال تبریزی یه فیلمی داشت طبقه حساس، نه 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 طبقه حساس، طبقه حساس. خب اون فیلم هم بیرون حاشیه داشت، رضا عطاران داشت فلان میسا. آقای داروغ‌زاده گفتن که ببین من توی این مدتی که اینجا هستم، این چند روز خیلی سر و صدای فیلم عصبانی نیستم خیلی زیاده و من نگرانم و یه پالسایی دارم، حس میکنم که ممکنه که یه اتفاقی رو موقع نمایش فیلم بیفته. مشورت کردن که ما سانس اینو جابجا بکنیم با یه فیلم پرمخاطب دیگه. من گفتم هرچی خود صلاح میدونی انجام بده، من جو جامعه منتقدین و افکار عمومی رسانه و اینا دستم نیست، توجه هم به یه بقیه مسائل جشنواره بود و ایشون اونجا عهده‌دار بودن. ایشون هم جابجا کرد نمایش رو با یه سانس طبقه حساس که خب اون هم خیلی پر مخاطب بود و زمان نمایش طبقه حساس که دیگه خیلی خیلی شلوغ بود، فیلم عصبانی نیستم گذاشتن و به هر حال گذشت. بعد از نمایش فیلم عصبانی نیستم باز دوباره همین حس بیشتر دامن زده شد تا باز چیز شد، کاندیداها اومد بیرون. عصبانی نیستم فکر کنم تو دو سه تا رشته بله بله نامزد بود، یکیش نوید محمدزاده به عنوان بهترین. بله دیگه، حالا معمولا هم جنبندی و تدوین آقای خانم هایده صفیه، اگه اشتباه نکنم تدوین بود، نوید بود فکر کنم، مثلا صدا هم بود به حال تو یکی دو تا بخش دیگه هم شاید مثلا باران کوسری هم بود، نمیدونم دقیق الان من یادم نیست، ولی تو سه چهار تا رشته کاندید بود عصبانی نیستم. کاندیداها که در آمد، از اینجا به بعدش پالسش از توی وزارتخونه خودمونه که آقا از مجلس مثلا تماس گرفتن و خلاصه گفتن که اگر عصبانی نیستم جایزه بگیره ما وزیر رو استیضاح میکنیم. آقا اصلا جایزه گرفتنی یه فیلم، وزیر آقای جنتی بود دیگه، جنتی بود. بله. اصلا جایزه گرفتن یه فیلم چه ربطی به تو هم کاندیدا شد فکر کنم، اونم کاندیدا شد چون اونم فیلم جنجالیتون بود دیگه، فکر کنم.
بعد من دیدم که یه مناقشه ای از این به بعد توی خود وزارت خونه است، یعنی مجلس زنگ زده بود به وزارت خونه و فشار آورد، یه جوری به آقای وزیر منعکس کرده بودن یا منعکس شده بود از طریق قال معاونت حقوقی و اینا یا پارلمانی، که به حال همچین جوی توی مثلا مجلس هست. و خب سال اول دولت هم بود، یعنی که حالا وزیر نیومده دوباره استیزا دوباره، من فکر کردم که اول یه خورده جدی نگرفتیم ماجرا رو، بعد دیگه آقای ایوبی گفتن نه بابا ماجرا یه خود جدی بگیر، یه خود جدیه ماجرا. گفتم آقا کاری نمیشه کرد، الان شما هر تغییری بخوایم بدیم چیزش بدتره. رأی داورا اومده بود بیرون؟ نخیر، حالا هنوز رأی داورا نیومده بود. من فکر کردم توی یکی دو تا موردم توی دوره های اون چهار دوره قبلی که من دبیر بودم، معمولا هر مناقشه اینجوری رو که اولا داورا خودشون به شکل طبیعی میفهمیدن چون اونا هم تو جریان افکار عمومی هستن و خود منم به داورا منتقل میکردم یا از جاهای مختلف هم اگر چیزی میشد منتقل میشد، ولی من واقعا هم هیئت داورا رو همیشه یک مشاور امین میدونستم در خیلی چیزا، حتی تو میزانسن اهدای جایزه که مثلا اگر قراره یه جایزه رو کی بده کی بهتره این جایزه رو بده. آمدم و با خود داورا طرح موضوع کردم و با داورا گفتم اینجوره و داورا هم جنبندی اون باشون این شد که رأی داورا که خب منطقی نیست تغییر بخواد بکنه، داورا رأیشون جایزه نویده، ولی اگر رأی داورا جایزه نوید بود بله بله بهترین بازی بله بله. ولی اگر آقای دورمیشیان انصراف بده، مثل اتفاقی که مثلا سر فیلم خانم بنی اعتماد اون سال افتاده بود، اگر ایشون انصراف بده همون خونبازی که دارید میگید که از بهترین فیلم و بهترین کارگردانی انصراف داده بودن، خب قاعدتا دیگه اصلا موضوعیت نداره و جنبندی داورا این شد که اگر ایشون انصراف بده خب رأی ما تعلق میگیره به آقای عطاران. این شد که من باز مسئله رو با خود آقای دورمیشیان، خودت زنگ زدی؟ یادم نیست من زنگ زدم یا به هر حال دورمیشیان به من پیام داد، پیام داد که آقا من برای حفظ مسئله سینما به هر حال مناقشه ای ایجاد نشه من انصراف میدم، و این شد که ایشون انصراف داد. هم داورا هم من مقید بودیم که این انصراف رو آقای شهیدی بخونه پشت تریبون، یعنی چیزی رو پنهان نکنیم، چون این تو افواه هم این مناقشه شیوع پیدا کرده بود. آقا بالاخره یه همچین چیزی اومده بود بیرون. آره. بله هم سر قصه بله. هم سر عصبانیست. بله همینطور شد و ایشون انصرافش توی پشت تریبون خونده شد و داوران رأی بعدیشون دادن عطاران و که آقای عطاران گفت جایزه مال من نبوده، مال نوید. آره عطاران فکر کنم اون موقع نمیدونست. نه بعدن گفت که از ماجرا مطلع شد. بله گفتش که من مثلا جایزه مال نوید بوده، من جایزه چیزم ما هیچی رو پنهانم نکردیم. شرح این ماجرا رو هم آقای گلمکانی اتفاقا فکر کنم هم با خبرگزاری مهر مصاحبه کرد، هم توی مجله آقای معززی نیا نوشت، سینما 24 ایشون اصلا شرح ماجرا رو نوشت، یعنی ما هیچ پنهانکاری نکردیم که آقای همچین همه فهمیدن. آره یه همچین فشاری به وزارتخانه آمده و خب این جزء اتفاقای بد اون دوره جشنواره بود، چون اون دوره جشنواره خیلی اتفاقای خوب افتاده بود، یعنی اون همگرایی اصلا شما اصلا جشنواره دوباره زنده شد و دوباره مردم اومدن و ما اومدیم، یعنی در واقع جشنواره عام امید داشتن، قصه ها رو داشتن خانم بنی اعتماد و خب بهار عصبانی سر نسل جدید و طبقه حساس آقای عطاران و همه بودن. آقای بعد چه آتمی کیا رستاخیز آقای درویش، کار بهروز، خیلی فیلم داشتیم اون سال. بله جشن رو. آره. بعدش فوش زیادی خوردین سر قصه، سر قصه هم زیر فشار قرار گرفتی نمایش فیلم، چون بعدن شهیدم البته اکران شدن این فیلم، هم قصه ها اکران شد هم عصبانیستم اکران شد، ولی
ظاهرا شما خیلی تحت فشار قرار گرفته بودید. میگم این انتقادا، یعنی برای من که من عادت داشتم که ببینید یکی از خصوصیات جشنواره اینه، اصلا من به نظرم میاد جشنواره محل همین انتقاداست، چون نمایش اول فیلم هاست، آدم های مختلف، حالا هر کی هم وزن سیاسی بیشتری داره، دسترسی بیشتری به رسانه داره، امکان افکار عمومی سازی بیشتری داره، خب قاعدتاً نفوذ بیشتری داره، میتونه فضاسازی بیشتری بکنه. ولی نه، مثلا اگر شما فکر کنید که مثلا غیر از این مورد که میگم بیشترم تو خود وزارت خونه ما این چالش رو داشتیم، یعنی چالش اون بیشتر با خود آقای جنتی و وزیر. خب سوال من اینجا اینه که ببینید جناح میانه رو همیشه تحت فشار جناح تند رو در ایران عقب نشسته، یعنی به علاوه در عرصه فرهنگ در جاهای مختلف عقب نشسته، یعنی جناح تند رو فشار آورده، جناح میانه رو عقب نشسته. اگر شما عقب نمیشستید و جایزه رو میدادید واقعا اینو استیضاح میکردن؟ خب این اگر علنی میکردید داستان چی میشد؟ آقا یه مجلسی گفته آقا اگه شما نکنید ما استیضاح میکنیم، ولی جناح میانه رو سریع عقب میشینه. خب ما بازی رو اینطوری هم میبازیم گاه وقتا. خب میدونید اینم یه جور دیگه ای تولید یه مناقشه سیاسی جدیده. میدونید من فکر میکنم که اصلا نقش ما به عنوان مدیران میانی این است که از ایجاد مناقشه های سیاسی از این جنس یه خود پرهیز کنیم. مجلس حق داره که چنین زنگیری بزنه؟ حق نداره که چنین زنگیری بزنه، میتونه این کار بکنه، ولی حق نداره قبل از جوای زنگ بزنه بگه آقا ما استیضاح میکنیم میکنیم میکنیم. حق داره مجلس این کار بکنه؟ ببینید به هر حال کمیسیون فرهنگی مجلس هم یکی از جاهاییست که داره جشنواره رو رصد میکنه، میدونید اونم بالاخره به این وزیر قرار رأی اعتماد بده، فردا قرار کارت زرد بده، پس فردا قرار کارت قرمز بده، پس اون نه میتونه این کار بعدم بکنه. آیا قبلش حق داره تحت فشار قرار بده؟ این حقو به مجلس قرار میدیم قبل از اینکه خبردار نشده، قبل از اینکه شما جوایزو بدین؟ نمیدونم داره؟ من فکر نمیکنم داشته باشه، یعنی در هیچ جای دنیا در ایران در واقع شاید اینجا جالب اینجا مهم نباشه برای بعضیا، ولی به نظر من مجلس حق نداره قبل از جایزه دادن زنگ بزنه بگه من استیضاح میکنم. این حقو نداره مجلس. مجلس میتونه بعد از جایزه دادن بره استیضاح کنه و خیلی کارا بکنه، ولی قبلش این حقو نداره که شنیده خبر از کی شنیده؟ شما داده تو داخل خودتون شنیده. حالا ببینید خب آخه اینم ببینید اینم نظریه رسمی مجلس که نیست که، میدونید نظریه کمیته شورای هم نه، حتی نظریه کمیسیون فرهنگی هم ممکنه نباشه. نظریه که آدمای بعضی مثل میگم مثل همون رسانه‌های متنوعن، مثل رسانه‌های منتقدن، میدونید از هر ابزاری ممکنه استفاده بشه برای اینکه یه اتفاقی بیفته یا یه اتفاقی نیفته. به هر حال وزارت خونه تحت یه همچین چیزی قرار داشت، تحت یه همچین فورس و فشاری قرار داشت و یه همچین چیزی انعکاسی این فورس و فشار به ما داشت و ما هم توی اون لحظه های بحرانی روز آخر آماده سازی همه چیز برای اختتامیه به نظر اون رسید که منطقی ترین یا شدنی ترین راه حل برای فرار از یه همچین مناقشه سیاسی و توی یه همچین فشار سیاسی قرار نگرفتن یا گرفتن این باشه که به خود دورمیشیان باز ماجرا منعکس بشه. نه اون که خیلی خوب کار کردی، تصمیم گیری، یعنی اون که خوب کار کرد طریق خودش این کار آره این تصمیم گیری به خودش واگذار بشه. خب اونم تحت فشار این کار کرد، ولی خب خیلی خوب کار کرد. او در حقیقت او باز یه تصمیم به نفع سینما گرفت. بله توی اون به اصطلاح پیام خودش هم همین هست که باز من برای حفظ آرامش سینما، میدونید چون چیزی که مهم بود توی اون سال این بود که این آرامشه به هم نخوره، این همگرایی تبدیل به یه جریان جدید، به یه واگرایی، دوره به یه دعوا. چون واقعش این بود که اتفاقایی که توی اون دولت قرار بود رقم بخوره بنا نبود به اون جشنواره ختم بشه. ببینید ما از اون جشنواره
این همگرایی رو شروع کردیم. یکی از چیزا امنیت تولید فیلم بود. شما نگاه کنید سالهای بعدش تولید فیلم از یه امنیتی برخورداره که ما تو سال قبل از کرونا به رقم 28 میلیون مخاطب میرسیم. این رقم 28 میلیون مخاطب نسبت به 9 میلیونی که اول دولت بودیم سه برابر شده. 98 رو میگین که 28 میلیون میرسیم. 11 ماه دیگه سال قبل از کرونا دیگه سال قبل از که اول اسفند دیگه سینماها تعطیل بله شد. بله. آمار سینماها، آمار مخاطبین سینما اون سال 28 میلیون مخاطب. بله اینو بحث اطلاع مدیران جدید که آمار میدن باید گفته شبت گفت سایت انتخاب اینو نوشت. بله نه اصلا خود دوستان اون آمارا در اختیارشونه. بله در اختیارشون آخر. و این جریان در حقیقت جلب اعتماد مخاطب، گرچه ما تا 82 میلیون مخاطب سال 72 باز خیلی فاصله داریم، ولی به هر حال میخوام بگم سه برابر شدن مخاطب از آغاز دولت تا پایان دولت. خب حالا این حرف مهمه. حالا 72 رو میتونیم بگیم با اون موقع ماهواره نبوده، اون موقع این چیزا نبوده. نه میخوام بگم میخوام بگم ببینید ما حواسمون جمع اون برنامه طولانی مدته باید میبود. اینی که میگم این آرامشه به هم نخوره، این مناقشات سیاسی وارد سینما نشه، خب اون آرامشه اگر اون مناقشه ها دوره تشدید میشد، این آرامشه دوره به هم میخورد، شاید این توفیقات در سال 97-98 به دست نمیمه. بلکامل اون برنامه اگر یه چیزی من بگم، من سعی میکنم مدیر برنامه محوری باشم و همیشه فکر کردم که تای ماجرا چی میخواد بشه. تای ماجرا اگر حساب کنیم که ما از 9 میلیون شروع کردیم به 27 میلیون مخاطب رسیدیم، سه برابر شدن مخاطب خیلی مهمه. لذا عرض میکنم اینی که از یه مناقشات سیاسی آدم فکر میکنه فاصله میگیره یا وزارتخونه رو درگیر اون مناقشه نکنه، حالا شما بیا وزیر عوض بشه، حالا استیضاح بکنن یا نکنن، اصلا خود این مناقشه وارد بشه. اما آقای رضاداد من میفهمم، ولی کار خوبی انجام نشد. آره ولی من به همه مدیران دبیران بعدی جشنواره توصیه کردم که این کارو نکنه، این لحظه ها این تصمیم سختو نگیره، چون اونا مثلا سنتوری رو توقیف کردن، ما این طرف جنا نتونست اعتراض کنه و توقیف شد. اونا هر کاری می‌خواستن می‌کردن، یعنی در واقع دوستانی که در واقع مثلا به جنای تون رو معروفن و جنای میانه رو هیچ کاری نمیتونست بکنه، همیشه هم جنای میانه رو در واقع معمولا عقب نشسته سرنگمزی با همین استعدادی که شما میگین ها، یعنی در واقع همیشه عقب نشسته، یعنی جنای تون رو اومده جلو، جنای میانه رو عقب نشسته. ببین نکته اینجاست که یک نسلی در واقع تو انتخابات 92 به جناح میانه رو اعتماد کرده بود، اومده بود تو انتخابات و من یادمه تو انتخابات همه آمدن در آخرین لحظه که کاندیدای مقابل انتخاب نشه. من یادمه از انتخابات، یعنی کاندید مقابل انتخاب نشه و این اعتماد اون نسل کرده بود. و اصلا مهمتر اینه که دوباره طبقه متوسط که بعد از 80 در شکست خورده بود آمد، جمع شد آمد و گفت آقا ما هستیم، هنوز ما از میان روی دفاع میکنیم. یعنی در واقع این نکته خیلی تلخیه دیگه. حالا بگذاریم، شما در مورد البته دو فیلم نمایش داده شد، برخلاف سنتوری هم عصبانی نیستم اکران عمومی شد و هم قصه ها اکران عمومی شد. بله. اکران عمومی با ارتباطات صورت گرفت. ببینید اولا یه خود زمان گذشت. بله اون زمان تو خیلی فوشتون دادن. بله. سره بله اون زمان که گذشت یه خود تب و تاب التهابات سیاسی خوابی. اجتماعی خوابید اصلا. اون تب و تاب ها، یعنی میخوام بگم شاید خود فیلم ها بیشتر بهانه بود تا موضوعیت داشته باشه. بهانه های خود بین رفت، مناقشات رفت یه جای دیگه و این توجه ایجاد شد که با همون آرامشه میشه یه سری سیاست هایی که سازمان سینمایی داره پیش ببره. البته قصه ها نه، ولی عصبانی نیستن تو دوره مدیریت بعدی اکران شد. دوره فکر کنم آقای انتظامی بود یا دوره آقای هیدریان بود. به هر حال تغییر رئیس سازمان سینمایی، هر تغییری منجر به این شد که یه سری از فیلم هایی که باز مشکل ایجاد شده بود براشون
مشکلاتش حل میشه. من شنیدم شایعاته، این هیچ ثابت نیست، ولی گفتم مثلا با ارتباطاتی از اهالی سینما که مورد اعتمادن، هم قصه ها و هم در واقع عصبانی نیستم، تو این ارتباطات نمایش داده شده و جناح تون رو فوش ندیده. چون عصبانی نیستم که نمایش داده شد و قصه ها که نمایش داده شد، جناح تون رو خیلی ساکت بود. ساکت؟ نه، زمان اکرانشون ساکت بود، جشنواره نه، زمان اکرانشون ساکت. خب میگم شاید اونا هم متقاعد شدن که دیگه بالاخره باید به اون دیگه نه به اون به اون قانونه باید احترام بذارن دیگه. بله میگم جشنواره خیلی محل خوبیه برای همه که ببینن، که وزن کشی کنند توانمندی های خودشونو برای افکار عمومی سازی یا برای وزنکشی های سیاسی، که توی اکران بتونن از این وزنکشیه در حقیقت چقدر میتونن استفاده کنن. یه همچین فرصتی جشنواره واقعا هم ایجاد میکنه دیگه. خود مثلا جامعه منتقدین نسبتشون رو با همه فیلم ها تو طول اکران تو جشنواره برقرار میکنن. معلوم میشه آقا فلان مثلا مجله تخصصی با این فیلم چه نسبتی داره. این همین نسبت هایی که جریان منتقدین با فیلم ها ایجاد میکنن توی دوره جشنواره، این همین نسبت و جریانات سیاسی و افکار عمومی ساز هم با فیلم ها ایجاد میکنن دیگه. خب چرا جشنواره 34 هم که خوب برگزار شد چرا رفتی از دبیری؟ قرار بود دو تا جشنواره دبیر باشی؟ من اصلا بنا بود همون یه جشنواره دبیر باشم. بعد دوره بعد آقای ایوبی اظهار لطف کردن توی اختتامیه، خودشون هم گفتن، واقعا منم اطلاع نداشتم، یه هدیه‌ای به من دادن که خط استاد ادری بود و همونجا اعلام کردن که دوره بعدم ایشون دبیر جشنواره است. منم همونجا گفتم، واقعش هم همطور بود، با خانوادهمون بعد از چند سال دوباره اونا فشارهای دوره جشنواره و اینها رو دوباره تجربه کردن. قرارمون این بود که دوره بعد دیگه نباشه. همونجا گفتم که من باید با خانوادهم مشورت کنم، ما قرارمون با خانوادهمون همین دوره است. و واقعا هم تا مثلا اردیبهشت خرداد چیز نکردم، پرهیز داشتم از اینکه بپذیرم. ولی خب حرف آقای ایوبی توی اون تریبون رسمی برام خیلی مهم بود دیگه، و این حرف نباید مورد خدشه قرار میگرفت. ولی با ایشون به جمع‌بندی رسیدیم که این دوره آخر باشه. آه به جمع‌بندی رسیدیم. بله، و بعد دوره از خرداد درگیر شدم، یا از مثلا تیر و مردادش درگیر شدم، و دیدم به حال ایشون اعلام کرده و شایسته من نیست که بخوام حرف ایشون رو زمین بندازم. به حال احترام خیلی زیادی برای ایشون قائل بودم. درست بعد هم یه چالشی باز پیش رومون بود، چالش جداسازی جشنواره ملی از جهانی. سال 34 جداسازی. بله بله، چون ما زمینه های این تصمیم رو از دوره 33 یا 32 زمینه های این تصمیم رو در حقیقت فراهم کرده بودیم. ولی من توی مصاحبم کار خوبی هم بود. من تو مصاحبم گفتم که فرصت برنامه ریزی اجرایی برای دو تا رویداد مستقل رو دوره 32 نداشتیم، و دوره بعدش این کار انجام شد. خب این جراحیه به اصطلاح ما، این جراحیه باز یه تبعاتی داشت و یک سازماندهی نیاز داشت که ما بتونیم با یه فاصله کوتاهی دو تا جشنواره رو مدیریت بکنیم. ایده تقسیم بندی جشنواره از کی اومد؟ سابقهش از تحلیلی بود که توی دوره که ما تو جشنواره فجر بودیم، اون سابقه به من گفته بود که بین الملل داره یه خورده تحت شعاع ملی قرار میگیره. بله کاملا قرار گرفته و دیگه اون استقبال از بین الملل نمیشه. اون سابقه آمد با این دیدگاه آقای ایوبی تلفیق شد که آقا ما باید برای بین الملل سینما ایران یه کاری بکنیم. توی جلساتی در حقیقت شورای سیاست گذاری یا یه جلسات مشورتی
یادم این فکر کنم یک ماه مارمیزون بود که چند جلسه برگزار شد، همه ی آدمایی هم که فکر کردیم در این زمینه میتونن یه نظری داشته باشن یا یه تجربه ای دارن همشون رو دعوت کردیم و اونجا جمع‌بندی شد که آقا ما جشنواره جهانی رو مستقلش کنیم ولی دور اولش رو برگزار کنیم، چون بخشی از اون مناقشات جشنواره بین‌الملل همچنان میتونست توی شکل استقلالش هم وجود داشته باشه. بله بله بکنم. چون مثلا فرض کنید یه مناقشه دسترسی سریع به فیلم خارجی بود، یه دوره مثلا تارکوفسکی رو یا پاراجانوف رو تو سینما فقط تو جشنواره بله. فجر میشد دید. دقیقاً هستم. اگر شما مثلا یه دونه ویدیو یه بتاماکس با هزار تا خط و خود از یه دونه فیلم خارجی پیدا میکردی که تا سال 72 هم فیلم خارجی وجود نداشت، اصلا جریانی نبود، مثلا بتونید با یه ویدیوی بتاماکس توی تلویزیون انقدی ببینی. خب اصلا دهه 90 همه این چیزا در دسترس. آقا ما فیلم هنوز توی اکران جهانی قرار نگرفته بود. مثلا بچه های بین الملل ما فیلم رو توی جشنواره ای دیده بودن، انتخاب کرده بودن، مثلا 5 ماه قبل از جشنواره فجر نمایش اولش توی جشنواره دیگه ای آقای اسفندیاری و بچه های بین الملل توی اون جشنواره فیلم رو دیده بودن، انتخاب کرده بودن. جشنواره فجر شروع نشده که سیدیش کنار خیابون بود. یعنی دسترسی ها به فیلم خارجی اینقدر زیاد شده بود. بله کاملا اصلا دیگه قابل. و افق جشنواره بین الملل، یعنی افق بخش بین الملل باید کاملا تغییر میکرد. ما اونجا به 3 تا کلید واژه همجواری، یعنی توجه به سینمای منطقه و برجسته سازی سینمای منطقه، همسویی توجه به فیلم های با مضامین مشترک با سینمای ایران و توجه به سینمای همسط رسیده بودی. به هر حال اینها افق های جدید بین الملل بود، اما برای اینکه این افق ها عملیاتی بشه و اجرا بشه باید حتما زمانی برگزار میشد که همزمان با ملی نباشه. منتقدین بیان بحث کنن، فیلم ها مورد ارزیابی اصلا دیده بشه، مورد ارزیابی قرار بگیره. و انصافا دوره هایی که آقای میرکریمی از 34 به بعد برگزار کردن جشنواره جهانی رو همین افق ها تقویت شد و همین رویکردا بود. یک چالش دیگری ایجاد شد بعد از که جشنواره جهانی عوض شد، قرار شد جشنواره داخلی بشه جشنواره تهران. همه مثل که اعتراض کردن به اینکه جشنواره تهران میشه جشنواره فیلم تهران زمان شاه و نذاشتن اسمش. نه این قرار نشد. ببینید این به عنوان یکی از اسمهای پیشنهادی در آمد و الا از اول هم ما داشتیم به فجر فکر میکردیم و نامگذاری فجر رو یه نام فقط 12 بهمن تا 22 بهمن نمیدیدیم. گفتیم آقا خود نام فجر میتونه باز یه پشتوانه عقیدتی، یه پشتوانه فکری، یه پشتوانه آرمانی داره و یه پشتوانه هویتی داره. مثلا فرض کنید توی مرداد ما هم مسابقات ورزشی فجر برگزار میشد. یعنی تخصیص و اینی که بالاخره اگر میخواست اسم جشنواره عوض بشه ما یه کارنامه 33 دوره‌ای داشتیم. بعد دوره میگفتیم دوره اول جشنواره حالا تهران یا هر چیز دیگه. یعنی اون کارناممون تحت مناقشه قرار میگرفت. اون سابقه 33 دوره، سابقه 33 دوره میرفت زیر سوال دیگه. نمیتونستیم بگیم تو 33 جشنواره تهران تا اون موقع. ولی این شایعه اومد بیرون. بله. آره اومد بیرون. به عنوان یکی از گزاره ها که اسمش هم عوض کنیم حالا که داره زمانش عوض میشه. ولی این توی وزارت خونه جمع بندی نشد. بعد دیگه عده اعتراض کردن که آقا چرا عوض میکنی؟ من اصلا وقتی که این گزاره مطرح شد آره. یه عده اعتراض کردن و اون اعتراض واقعا هم به جا بود، چون تصمیم وزارت ارشاد نبود که اسم جشنواره عوض بشه. خود آقای بله. جشنواره فیلم فجر که همون جشنواره ملی شد، جشنواره جهانی فجر و جشنواره ملی فجر. خود آقای جنتی هم باز مثلا تاکیدشون هم این بود که نام فجر رو ما تغییر ندیم و این هویت، این کارنامه بالاخره ما
مورد خدشه واقع میشد دیگه. سیاسی آخرین دوره ای که تو جشن بله بله. دبیر هستی، بله بله. چالش های دوره سیاست چی بود؟ به فکر من رخ دیوانه بیشترین جوایزه که داوودی و در واقع فیلم مطرحتون رخ دیوانه بودی. بله چالش نداشتی فکر میکنم زیاد مسئله نداشتی. نه یه جشنواره آرامتری بود از همه، یعنی یک کم ثبات هم به سینما اومده بود. بله دیگه بله. خود ثبات به سینما اومده بود، اون یک کم روحیه تنش... بهتر شده اصلا بود. تنش های سال اول، ببینید سال اول تغییر دولت ها همیشه با بله، تنش بله بله کاملا درست. حالا اگر همیشه به تو خورده در... نه مثلا فرض کنید حالا سال گذشته ما یه سری وقایع بیرون از اون که حالا جشنواره هم داشتیم، ولی میخوام بگم اگه با یه چیزای اونجوری هم همراه بشه بیشتر میشه. برای اون آره نه دوره سی و دوره سی و سه فکر کنم دوره سی و سه البته باز دوره سی و سه یکی از چالش هامون این بود که مقید شدیم به 22 تا فیلم. این 22 فیلم بودن خب برای جشنواره وزن و یه اعتباری ایجاد میکرد، ولی یه خود آزردگی توی تعدادی از افرادی ایجاد میکرد از بچه های سینما که فیلمشون نمیومد، فیلمشون انتخاب نمیومد. و اینی که فیلم ما چرا انتخاب نشد یه چالش بزرگی بود. منم شهرت پیدا کرده بودم به اینکه آقا این جز دبیراییه که سعی میکنه همه رو راضی کنه، 22 تا رو میکنه 25 تا. حالا دیگه یه ایستادگی سر 22 تا سخت بود، یه خود سخت بود بله، یه خود کدورت های از این قبیل توی بعضی از فیلمسازها ایجاد شد یا احساس شد که مثلا چرا این فیلم های ما انتخاب نشده. بعضی از چیزها ناشی از این بود. خب آقای رضادار بعد از شما جشنواره افتاد دست آقای حیدری که در واقع از تئاتر اومده بود در واقع توی سینما، بعد از آقای حیدری افتاد دست آقای داروغ‌زاده، بعد از آقای داروغ‌زاده یک دوره آقای طباطبایی نژاد اجرا کرد و یک دوره هم در واقع دو دوره بعدیش هم که در دولت جدید بود آقای نقاش‌زاده اجرا کرد و در واقع آقای امینی. بله این دوره های بعدی رو چگونه، چون توی که دبیرای در واقع مهم و شایسته این جشنواره بودی، شما آقای بهشتی آقای عسکرپور به نظر من دبیرای شایسته این جشنواره بودن و آقای مرحوم داد یادشون بخیر که دوره های بسیار مهمی رو برگزار کردن، این دوره های جدید این دوره های دیگه چجوری میبینی؟ ببینید دو دوره بعدی خب چون آقای ایوبی بودن آقای حیدری هم بودن دبیر جشنواره و این دو نفر هم با هم یه قدری هماهنگ بودن و سابقه آشنایی با هم داشتن. اون دو سال اول دبیری من هم آقای حیدری آمده بودن و کمک میکردن به برگزاری جشن. بله مدیر هنری ما بودن، کمک میکردن به برگزاری جشنواره با ریزکاری ها یا حالا ظرایف جشنواره. البته خب خودشون هم تجربه هایی داشتن، ولی به هر حال اون چیزی که ما میخواستیم بگیم به اصطلاح قلق گیری، قلق برگزاری جشنواره دست آقای حیدری آمده بود و اعتماد متقابلی هم که بین ایشون و آقای ایوبی بود. اون دوره ها هم به نظرم دوره های با چالش های معمولی، جشنواره هیچ دوره بدون چالش نبوده، ولی میتونیم بگیم با چالش های معمولی گذر کرد. دوره آقای داروغ‌زاده به نظر من باز تلاش ایشون یا اقدام ایشون یه دوره خیلی ستایش برانگیزی بود از دو بابت. یکی این که ایشون با محدودترین امکانات مالی اون دوره سینما اون جشنواره رو برگزاری کردن. دومی که بودجه کم شده بود همه. بله بله فکر کنم مثلا دوره فکر کنم آقای داروغ‌زاده با یک چهارم بودجه دوره قبلش اون دوره جشنواره رو برگزار کردن. نکته مهمتر این بود که خورد به وقایع بله بله سقوط هواپیمای بله اوکراینی بله. و این اصلا دوباره مناقشه ای درست کرد و به نظر من نقش شخصی و شخصیتی آقای دکتر داروغ‌زاده واقعا یه نقش بی‌نظیر بود توی اون دوره.
چون ما دوره اون دوره دچار یه چالش جدی و دچار یه واگرایی اجتماعی شدیم، تنش‌های سیاسی بیرونی و درونی خیلی روی واگرایی که همیشه مورد انتظار جشنواره است خیلی تأثیر می‌گذاشت. به نظر من قدر آقای دکتر دارغزاده باید شناخته بشه برای برگزاری شایسته اون دوره، و اقدام خیلی خوبی که کردن، مثلا همیشه جدول نمایش، چرا من امروزم، چرا سانس اولم، چرا سانس دومم، همیشه با مناقشه برگزار بود. مثلا ایشون قرعه کشی قرعه کشی رو چیز کرد که آقا مثلا یه نگاهی به سویه‌ای بشه، در حالی که رسم و روال متعارف جشنواره ها نیست. همیشه سازمان جشنواره این حق رو داره که هر فیلمی رو هر جایی بخواد یا فکر کنه درسته به نمایش در بیاد، ولی این نگاه عدالتمندانه آقای دکتر دارغزاده به نظر من برخی از چالش ها رو یا برخی از آسیب ها رو کم کرد. دوره آقای طباطبایی هم با اینکه ایشون هم بسیار دبیره، یعنی بسیار آدم مسلط و دبیر شایسته یه، ولی خورد به کرونا. بله، خورد به کرونا. و تو سال کرونا هم تعداد فیلم های تولید شده کم بود و ایشون هم برای اینکه استانداردهای جشنواره پایین نیاد تعداد فیلم های انتخابی رو فکر کنم 17 تا کرد، یعنی از اون قاعده، چون مقررات همیشه میگه حد اکثر 22 تا. ما یعنی میتونیم کمتر داشته باشیم؟ میتونیم کمتر هم داشته باشیم، بله. خب اون دوره مثلا نمایش ها و اینا یه خورده با چالش جدی روبرو بود. اگه یادتون باشه تا دو روز قبل از شروع جشنواره، تا مثلا 10 بهمن هنوز معلوم نبود که مردم میتونن برن تو سینما و بلیت بخرن یا نخرن. خب اون دوره بسیار، اون دوره از این جهت بسیار سخت بود که ایشون باز مثلا تدبیری به خرج داد که چون تعداد فیلم ها کم شد، هیئت انتخاب و داوری رو یک بار چه کرد، دو بار دیدن فیلم ها رو، یه بار برای انتخاب، یه بار برای داوری. لذا دو دوره آقای دکتر دارغزاده و یک دوره آقای طباطبایی، آقای طباطبایی، دو دوره از این جنس چالش ها تو این دوره ها بود. دو دوره بعدی که در دولت جدید برگزار شد چی شد؟ دوره آقای نقاش‌زاده و دوره اول آقای مجتبی امیر. دوره آقای نقاش‌زاده هم به نظر من باز همون چالش های تغییر دولت، دولت جدید هم باهاش مواجه بود. اینا مشکل. بالاخره بعضی از فیلم ها از قبل آمده و بعضی از فیلم ها از جدید تولید شده، این همچنان هست. و اینی که ساختار مدیریتی دولت هنوز زمانی که شما دبیر رو میذاری کاملا چیدمان نشده. البته من گمان خودم این است که بهترین الگوی دبیری این است که دبیر یکی از ارکان اداره سینمای کشور باشه. یعنی اگر دبیر جزو یکی از ارکان یا مدیران اصلی سینمای کشور باشه، واقعا میتونه بعضی از جریانات رو بهتر مدیریت بکنه. کاملا درسته. هر کدوم از دبیران، مثلا آقای نقاش‌زاده شاید چون 4 سال معاون فرهنگی فارابی بودن و با یه فاصله خیلی کوتاهی دبیر جشنواره شدن، ایشون باز اون شناختش از سینما و اینکه بعضی از فیلم ها ثمره تلاش خودش توی دوره معاونت فرهنگی فارابی بوده، خود این یه فرصت بود. آقای امینی شاید بزرگترین فرصتش جوان بودنش بود و اینی که میتونست یه تغییراتی رو دامن بزنه یا رقم بزنه. دوره آقای امینی چالش های اجتماعی خب خیلی اذیت کرد و به نظر من اضافه شدن جشنواره جهانی با اصلا اشتباه بود. جشنواره جهانی باز دوباره برگشت توی جشنواره، یعنی دوتا بار هم ادغام شدن مثل قبل.
اصلا نفهمیدم این تصمیم چرا گرفته شد. بله منم هم همین اعتقادو دارم همون، ولی خب باید وای میستادیم یه دوره برگزار بشه تا آدم ببینه که فواید اون استقلال یا اون برگزاری مجزا نسبت به فواید دوباره ادغام این دوتا جشنواره با هم دیگه چیست. البته عرض میکنم سال گذشته سالیه که نه الان سال گذشته نمیشه ارزیابی کرد به خاطر که بعد از اعتراضات 1401 بود و اعتراضات خب اعتراضات گسترده‌ای بود و اون اعتراضات خب جشنواره بعد از اون اعتراضات برگزار شد، این هم سخت بود برگزاری. بله سخت بود ولی میگم یعنی جشنواره بین‌الملل سخت‌تر بود از جشنواره داخلی، هم جشنواره داخلی خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. ولی به هر حال من همچنان فکر میکنم که اگر یه تجدید نظری بشه راجع به این جدایی، اون ظرفیتی که اصلا ظرفیتی که برای جریان توجه سینمای ایران به بین الملل، اون ظرفیت اگر توجه بهش بشه به نظر من دوباره این جنبندی دوباره صورت میگیره که ما یه جشنواره مجزا میخواییم. ببین اون تجربه خیلی خوبی بود، هم آقای عسکرپور اون تجربه رو خوب اداره کرد، هم آقای میرکریمی دوره آقای عسکرپور بود که تموم شد دیگه. بله بله برای آقای عسکر هم و جشنواره موفق بود. البته بیشتر به نظر من اهالی سینما برای اون جشنواره زدن، یعنی دوستان سینمایی، من به خود آقای میرکریمی هم گفتم، یعنی بیشتر دوستان سینمایی رفتن علی اون جشنواره زدن که آقا چرا با جشنواره، در حالی که تجربه خوب رو باید همه استفاده کنن ازش. تو یک بخشی از این حسادت ها دوستان سینمایی خیلی زیاد هست، کارش نمیشه کرد دیگه، ولی به هر حال یک تجربه خوب و از دست رفت دیگه، تجربه خوبی بود که ما باید ادامه میدادیم، تکمیل میکردیم. مشکل ما آقای داد اینه که ما تجربیات خوب و سالهای بعد دولت های بعد تکمیل نمی کنن، حذف میکنن. یعنی ما اگر دبیر خوب داشتیم دبیر رو حذف میکنن یه دبیر دیگه میارن، خب آقا اون دبیر تونسته موفق باشه، خب اینا تکمیل کنید، حالا سیاست های دولت جدید رو به اون دبیری که تجربه داره بدین، بگین با این سیاست ها اجرا کن، یا اون میتونه اجرا کنه نمیتونه اجرا کنه، یا حتی مثل دوی امدادی بهش فکر کنیم، یعنی نفر جدید بیاد این چوب رو از مدیریت سابق بگیره و ادامه بده نقایصشو برطرف کنه. کاملا درسته بله، که بگه نقایصو برطرف کنه، آقا جشنواره به مثل جاشه، آقای عسکرپور نمیتونه باشه، آقای ایکس باشه اون جشنواره اداره کنه، تجربیات آقای عسکرپور و میرکریمی استفاده کنه. چون ببینید افراد اسامیشون و نقشهاشون باقی میمونه ولی به کل فراموش میشن، ولی اون اتفاق بزرگه، اون زنجیره، اون سینماه، اون اصله و اون پایدار میمونه کاملا. و بعدم یادمون باشه تو جشنواره بین‌المللی اعتبار دبیر خیلی مهمه. بله. یعنی شخصیت دبیر خیلی مهمه. حالا میگیم جشنواره ملی ما میپذیریم، جشنواره بین‌الملل اعتبار دبیر، شخصیت دبیر، سابقه دبیر خیلی مهمه. بله، و اون دبیری همجوره که در رأس جشنواره بین‌المللی میشینه وقتی میرکریمیه، خب همه میدونن سازنده یک سری فیلم‌های خوبه. بله. و این اواخر هم که بله، فیلماش بسیار خوب بود، مثلا قصد شیرین و اینا. بنابراین خب اونا تأثیر میذاره رو ارتباط با جهان، با فیلمسازان جهان. ببین اونجا دیگه بین‌الملل داخل نیست که، بین الملل به ارتباط آقای جیرانی. ببینید ساختار اجرایی جشنواره جهانی به گونه‌ای شده بود که فکر کنم 100 تا 200 نفر در طول سال برای جشنواره جهانی فیلم انتخاب می‌کردن، فیلم پیشنهاد می‌کردن. بله بیا. و این خیلی فرق می‌کنه تا اینکه مثلا شما باز یه فراخوان بدید، یه عده فیلم بدن، دوره تو 4 تا جشنواره کاتالوگا رو بررسی کنید. یعنی رصدخانه جشنواره جهانی انقدر گسترده شده بود که آقای میرکریمی دیگه چیزی به نام هیئت انتخاب نداشت، تمام اینا حالت مشاور جشنواره بودن و این شده بود یه مرکزی که شما واقعا بعضی از فیلم‌های اول اونجا نمایش داده میشد که اصلا قبل از اون دیده نمیشود. تازه داشت جشنواره بین‌المللی به هویت میرسید، پیدا میکرد، ما این هویت رو گرفتیم. بله. اصلا آقای رضاداد هویت دبیر خیلی مهمه. بله. یعنی من موی حتی در جشنواره ملی ببین من به عنوان من نوعی به عنوان فیلمساز به هویت دبیر خیلی برام مهمه.
تجربه دبیر خیلی مهمه، هویت دبیر خیلی مهمه. این رو باید مدیران سینمایی دقت کنن. من به که آدما کار ندارم، آدما امکان داره خوب یا بد باشن، اما دبیرها با هویتشون جلو میان، هویتی که دارن. آقای رضادات هویت داشته، در سه در جشنواره برگزار کرده، ما شناختیمش، توی تلویزیون بوده، گروه کودک بوده، فارابی بوده و ما همه اینا رو می‌دونستیم. حالا آقای دبیر شده. یا آقای مثلا در واقع دوستان دیگه که بودن، در واقع آقای داروگزاره، دکتر داروگزاره که با شما کار میکنه، خب یه هویتی داشته به دبیر شدن دیگه. یا اصلا به همین دلیل هویت به مدیران باید فکر کنن که اینجا دیگه کار سیاسی نمیکنن، اینجا کار فرهنگیه، کار سیاسی جای دیگه است. جشنواره عرصه فرهنگ و سلیقه های مختلفه که تو باید دبیری داشته باشی که من سلیقه مختلف رو بیاره کنارت بشونه، نه که اون منو بترسون، یعنی من جدا بشم از جشنواره، نیام تو جشنواره. ولی ببینید، شاید این دوتا کلید واژه خیلی مهم باشه که جشنواره فجر، حالا فقط هم دبیر نیست، همه ارکانش، بله، یک باید تو جامعه سینمایی بتونه اعتماد ایجاد کنه، بله کاملا، و نتیجه اون اعتماد همگراییه. آفرین. بله. یعنی ما اگر میخوایم، خب اول اعتماد با دبیر ایجاد، اگر ما میخوایم جشنواره فیلم فجر سال تحویل و نوروز سینمای ایران باشه، یعنی همه سلیقه ها پای اون سفره هفت سین بشینن. این خانواده رو واقعا جشنواره فیلم فجر هم کارنامش نشون داده، هم میتواند این خانواده رو دور هم جمع کنه. ببین آقای رضاداد، آقای زرقامی سعی کرد همون جریان بعد از آقای بهشتی، آقای فیضزاده یه سال بود، ولی بعد آقای فیضزاده که بعد نسل قبل‌تر بود دیگه، با آقای زرقامی سعی کردن جشنواره با همون منواری که بهشتی اداره میکرد اداره کنن، یعنی مرجوعی رو حفظ کنن، بنی اعتماد حفظ کنن و در واقع اون نسل سینمای روشنفکری رو حفظ کنن و زیر میز نزنن. این خیلی نکته مهمیه. شما هم در وقتی که وارد جشنواره 84 شدید، سعی کردید جشنواره رو تعادل حفظ کنید. حتی آقای مجید شاه‌حسینی هم سال بعد از شما که آمد، درباره الی رو بهترین کارگردان جایزه داد. به این نکته خیلی مهمیه این. یعنی اونم سعی کرد با همه اعتقاداتی که داشت، جشنواره رو در تعادل بین سینمای روشنفکری حفظ کنه. یعنی در واقع خیلی نکته مهمیه. آقا این جشنواره، جشنواره سینمای متفکر و روشنفکریه. بالا بری پایین بیای. این نکته خیلی مهمیه این قضیه. حالا میگم من شاید تعبیرم یه خورده این نباشه. یه خورده یه تبصره به این هست، نه اینکه این نیست. و اون اینکه جشنواره، جشنواره همه است. یعنی میدونید اون سینمای روشنفکری توش هست. خب ما دوتا روشنفکری، روشنفکری دینی داریم، روشنفکری عرفی داریم دیگه. ما همه جوایزمون، اگر میرکریمی از روشنفکری دینی قصه شیرینش جایزه گرفته، مثلا آقای مجیدی بچه های آسمانش جایزه گرفته، خب این طب مرجویی هم گرفته، عباس کیارستمی هم گرفته، فمانار هم گرفته. خب این ویژگی بله. خیلی خوبیه برای جشنواره پس از انقلاب. نه من میگم جشنواره نمایش آثار برتر، اون برتر ممکنه هر کدوم به یه دلیلی باشه، بله، برتر قابل دفاع سینمای ایرانه. میدونید این ممکنه که به لحاظ تماتیک با اون جشنواره روشنفکری یه خود یه دستبندی دیگری هم پیدا بشه. یعنی نه جشن وقتی میگیم روشنفکری، ما به هر حال دوره‌های مختلف روشنفکری داریم. آقای مثلا سعید روستایی هم جزو نسل جدید روشنفکریه که جایزه ابدی یک روز گرفته، بله. خب اونم اسخر فرخادی هم جزو نسل بعد از اون هست دیگه که جایزه روشن سینمای سه تا جایزه گرفته. ببینید ما روشنفکریمون در شیفت میشه از نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم و نسل پنجم. اینطوری نیست که در یک محدوده باقی میمونه بگیم یعنی روشنفکری فقط نسل دوم. نه من اون نکته‌ای که میخوام به فرمایش شما اضافه کنم، تایید کنم و اضافه کنم، اینی که ببینید مثلا یه فیلمی مثل رستاخیزم اونم جزء روشنفکری دینیه. اگر همین میخوام بگم، اگر معنای مثلا سینمای دینی رو هم بیاریم توش، سینمای اجتماعی متحد رو هم بیاریم توش، بله هست، بله، همه اینا رو بیاریم، بله توش، اطلاق روشن. شما جایزه به دوئل دادین، دوئل هم یه فیلم، بله، جنگیه، ولی فیلم بسیار خوبیه. چون میگم امروزه ممکنه از لفظ روشنفکری یه تعبیرهای دیگری بشه. میخوام این دایره رو یه خود دقیق کنم فقط. آره، چون دایره رو، چون روشنفکری آقای درویش شامل میشه، آقای میرکریمی شامل میشه، آقای مجیدی شامل میشه،
حتی آقای باشی آهنگر که پارسال جایزه گرفت شامل میشه، چون پارسال هم سینما متروپول جایزه گرفت، فیلم ایدئولوژیک جایزه نگرفت، سینما متروپول جایزه گرفت. این نکته خیلی مهمیه. این حتی در جشنواره پارسال هم داورانی که آمده بودن به سینما متروپول جایزه دادن که میگن فیلم خیلی خوبه. من هنوز فیلمو ندیدم. خب ما مثلا رسوایی هم شامل میشه؟ من میگم اگه رسوایی رو بیارید، نه میخوام بگم نقش جشنواره فجر رو دارم میگم، میخوام بگم اگه رسوایی رو بیارین توش اون وقت میشه جشنواره فجر. میخوام بگم جشنواره فجر یه خورده دایرش از اون چه که ببین این که همه فیلم‌ها باشن، من یکی از اون کسانی بودم که تو کمیته انتخاب همه نمیگم دفاع کردم که در واقع یکی از دوستانی که اسمش رو نمیبرم توی جشنواره کمیته فیلم باشه. ایده میگفتن نباشه، من میگفتم باشه، یعنی در واقع جشنواره هم هست. اما سمتگیری جشنواره، من میگم اینکه فیلم‌ها نمایش داده بشن، خب به هر حال امکان داره از جناهای مختلف فیلم داشته باشیم که در واقع خوبم شده باشه، فیلم خوبی هم باشه بیاد تو جشنواره. سمتگیری جشنواره تو این سال‌ها نشون داده، من نمیگم، انتخابات بله. رأی‌ها میگن، من بر اساس رأی دارم میگم. از خسرو سینایی تا باشی آهنگر، خسرو سینایی اولین کارگردانی که جایزه گرفته در 62 تا باشی آهنگر که آخرین کارگردانی که پارسال جایزه گرفته، همه کار شما دادین به کی؟ دادین به دوئل، دادین نمیدونم، دادین به آقای داوودی، دادین جایزه دادین به آقای درویش، دادین جایزه حاتمی کیا گرفته، حاتمی کیا همه اینا، بله حاتمی کیا گرفته، مجید گرفته میکریمی گرفته، یعنی بله بله. میخوام بگم نسل‌های مختلف با هویت‌های مختلف، بله، ولی همش یه جریان فکری متعالی قابل دفاعی، سینمای متفکره. ببین جلیلمن جایزه گرفته بهترین کارگردان، اونم از نسل‌های جدید متفکره که الان نیستش، جاش خالیه. آقای در واقع سعید روستایی جاش خالیه تو سینما. بله درسته. اینا میگم سینمایی که یعنی سینمای متفکر یا سینمایی که حرف جذاب یا قابل دفاعی برای گفتن داره و متفاوته، شاید این تعبیر اون مفهوم روشنفکری رو یه خود بازتر بکنه که منظورمون بله از یه جریان. نه ما وقتی میگیم سینمای روشنفکری، بعضیا تعبیرشون اینه که روشنفکری نه آقا، روشنفکری در ایران تغییر کرده، بله درست، دگرگون شده. یعنی روشنفکری تو سالهای پس از انقلاب دگرگون شده. این نسل سوم وقتی بنی اعتماد آمد، کیانوش، اصلا کیانوش عیری با تنوری دیو سینما رو ما تغییر داد. آقای جعفری جوزانی با همون فیلم اول، فیلم اولش تغییر داد، جادوی سر، بله. اینا همه تغییر دادن، یعنی سینما تغییر کرد با اینا. خب اینا ما اینا رو میگیم روشنفکر، بله درسته، اینا رو میگیم روشنفکر. ما آقای سعید روستایی میگیم روشنفکر، جلیلمن نمیگیم روشنفکر. واژه روشنفکر محل مناقشه میشه. آره. آدم باید خیلی تلاش کنه که ما اینا رو میگیم، منظورش رو از اون جریان روشن. ما حتی باشی آهنگرم دوستش داریم، سینماش دوست داریم. شما یه تعبیری دارین من همیشه ازش استفاده کردم، طبقه متوسط. آره. این طبقه متوسط هم جزء محل مناقشه های جریانات مختلفه. الان که دوستان هم میگن طبقه متوسط وجود نداره. نداره، بله. طبقه متوسط طبقه مرفعه. بله. آره. هم میخوام بگم این آره. این واژه ها چون از یه دوره تاریخی آمده، بله. ما باید حتما منظورمون رو یه بار دیگه باز تعریف کنیم که محل دعوا نشه. آقای رضادار ببخشید، جزء من فکر کنم که مثلا آقای خزائی خودشون جزء کسانی هستن که هم کارنامه دبیریشون نشون میده و هم دیدگاهاش نشون میده که اهل همین اعتماد آفرینی و همگرایی. بله، جشنواره سیوم یادم ایشون تلاش کرد که میخوام بگم همه رو بذاره کنار. میخوام بگم خوشبختانه الان آقای خزائی خودش رئیس سازمان سینمایی هم تجربه چند دوره جشنواره مقاومت داره، هم تجربه جشنواره فجر داره، هم خودش معتقده به این اعتماد آفرینی و این همگرایی است. به نظر من از این ظرفیت، یعنی این ظرفیت رو باید سینما مجموعاً مختنم بدونه و عوام، یعنی کسانی که میتونن نقش ایفا بکنن در این واگرایی اگر وجود داره، تو این واگرایی نقشی ایفا بکنن که به همگرایی که ما هم امیدواریم که جشنواره امسال اون واگرایی رو ایجاد کنه و بتونه موفق باشه. ما نمیخوایم بگیم که جشنواره، ببین ما میخوایم بگیم که یک اتفاقی تاریخ داره جشنواره. بله. ببین مدیران همیشه باید یادشون باشه که ما 40 سال تاریخ داریم، یعنی 39 جشنواره
قبل از دولت جدید برگزار شده، دبیرهای مختلف بودن، فیلم‌های مختلف جایزه گرفته. یک عده نیان بگن آنچه که اجرا شده است، آنچه که بوده است به درد نمیخورد، ما دوباره با چرخ رو اختراع کنیم. من بحثم اینه آقا، ما تاریخ سینما داریم، ما یک تاریخ سینمای پس از انقلاب داریم که این تاریخ خیلی خوبیه. آجرانی من یه قدم جلو برم، من میگم اب نداره بگن اونچه که گذشته همش بد بوده، یه چیز جدیدی خوبی اختراع کنم. یعنی یه قدم بریم به جلو. اون حکایت ابو سعید عبدالخیره که میگه رفت بالای منبر گفت همه، یه قدم یکی بلند شد گفت همه به خاطر خدا یه قدم بیان جلو، میگن ابو سعید اومد پایین گفت من همه هر چی بخواستم بگم همین یه جمله است. معنا و مفهوم این مثال و این عرضم این است که ببینید یه قدم رو به جلو باشی کاملا هر کاری میکنیم یه قدم رو به جلو باشی. ما در یک جامعه زندگی میکنیم که باید از تجربیات گذشته، میگن گذشته چراغ راه آینده، یعنی استفاده کنیم. یعنی این نسل جدید که میاد، حالا میگیم نسل پنجم و نسل ششم هم امکان داره از دل این جشنواره بیرون بیاد. ما بگیم چه فیلمسازای خوبی تو نسل ششم وجود داره، ولی تو نسل پنجم آمدن، حالا نسل ششم بیاد. ما باید کمک کنیم جلو بریم، یعنی نسل ششم باید دو دست به دست آقای سید در واقع سعید روستایی نگاه کنه، به دست آقای درمیشیان نگاه کنه، به دست آقای نگاه کنه که اینا نسل پنجمن، نسل ششم میاد با نسل هفتم میاد. به نکته اینا که در واقع ما که کتمان نمی کنیم، اما بریم به جلو، یعنی عقب نشینیم. بله مهمتر از همه همین است که یه قدم به جلو بریم. یه قدم به جلو بریم. خودت به عنوان رضاداد که تجربه سینمایی داری، تجربه تلویزیونی داری، کدوم دوره جشنواره رو خودت موفق ترین دوره میدونی بدون اینکه خودت در نظر بگیری؟ در همه دوره ها دیگه. در همه دوره خیلی سخت آدم، خیلی سخته خودخواهیشو بذاری کنار. اگه ولی فکر کنم دوره دوم یا سوم دبیری آقای داد 78 76 دوره اول، اون دوره ای که 78 اون دوره ای که بین الملل رقابتی شد. اصلا ببینید شجاعتی که آقای داد به خرج داد در رقابتی کردن بین الملل بی نظیر بود. یعنی ماها که بعدن دوره های دیگر رو درگیر بودیم می فهمیدیم که اون موقع متوجه نمی شدیم که چقدر آقای داد شجاعت به خرج داده، ولی امروز آدم می فهمه که اصلا بین رقابتی کردن بین الملل یه کار خیلی خیلی مهم می بود. و از اون دوره ببینید مهمان‌های بین الملل، اصلا جشنواره فجر کانسپتاش تغییر کرد، اون الگوهاش تغییر کرد، استاندارداش عوض شد. برای کاملا خیلی دوره اصلا دو از 76 به بعد که آقای داد اومد، اون سه سالی که آقای داد بود 76 77 78 79 دیگه 80 آقای اسکرپور اومد دیگه، این 4 سال اون بعد. اون دوره‌های آقای داد خیلی دوره های، یعنی اون دوره خیلی، اون دوره چون میگم من دیگه یه خود بیشتر از نزدیک در جریان کار جشنواره و اینا بودم. بسیار درست گفتی، یاد چش. آقای داد رو زنده نگه داریم، خدا رحمت کنه ایشون و انشالله که همیشه یادشون زنده است در سینما ایران، و این مصاحبه رو تقدیم کنیم به خاطره بله آقای داد، آقای سیف الله داد که دو هم در مدیریت سینما بی‌نظیر بودن، هم در اداره جشنواره بی‌نظیر بودن. بله. تقدیم کنیم به مثلا شخصیت کاریزماتیک بله. مورد وثوق همه طیف‌های سینما. بله. یعنی هر چی آدم از آقای داد بگه بیشتر در برای نبودنشون تأسف می‌خوره. آقای رضاداد، ما مصاحبه اولمون همینجا تموم می‌کنیم. مصاحبه دومی با شما قرار می‌ذاریم که بیایید. من فکر کردم دیگه این جمع هر دو تاشو. نه، جمع ارزش نمیشه چون طولانی میشه. نه، اون دو سه ساعت بیشتر میشه. یعنی در واقع که شما بشید برای ما زندگی خودتون رو بگین به عنوان یک تاریخ، یعنی از اون اولی که شما تحصیلاتتون و همه اینا صحبت کنیم، بذاریم برای هفته دیگه شما تشریف بیارید، چون بعد از جشنواره اون مصاحبه میخوایم پخش کنیم. این مصاحبه میخوایم بذاریم برای ابتدای جشنواره، همین هفته های آینده که میاد جشنواره همزمان با جشنواره بره،
اون مصاحبه رو بذاریم برای بعد از جشنواره، که در واقع بتونیم در واقع بریم وارد تاریخ شخصیت ها بشیم که بتونیم یه مقدار چیز کنیم. من به همین دلیل از شما خیلی ممنونم که آمدید و خیلی هم استفاده بردیم از شما. ببخشید ما دو سه ساله که داریم میام خدمت شما، شما چند سال پیش همینطور ای مستمر فرموندین و توفیق نشده. قربونت برم انشالله که همیشه خوب باشید، سلامت باشید، سلامت باشید و در واقع با آرزوی موفقیت که دوباره من دوست دارم برگردی جشنواره اداره کنی. نه آقا دوباره نگی اینطور خدا. شما واقعا من دارم میگم تو دبیرها دیگه، ما همه دبیرها رو تجربه کردیم دیگه، من تو دوره شما فیلم داشتم، هم سالن فصل داشتم تو دوره شما که شما جایزه دیدین، شما هم فیلم داشتین، هم هیئت انتخاب بودین، داوری نمیدونم. آره نه توی در واقع تو دوره شما سالن فصل تو دوره اون 83 بود که دبیر داوراتون هم آقای غریبیان بوده، آقای منصور محمدی اینا، یادش بخیر. آره یادش بله اون دوره فکر کنم آقای مرجویی هم داور بود. بله آقای خدا بله. مرجم داور بود. دیدم آقای مرجویی رو راست آقای مرجویی هم داور بود. داوری نمی کرد. آمده بود داوری شما رو کرده بود. بله بله آقای اون دوره حالا دوره رقابت آقای میرکریمی بود و آقای مجیدی. آره درست درست. مجیدی بیده مجنون رو داشت. آره. میرکریمی هم خیلی رو خیلی نزدیک. بله خیلی هر دوم فیلم خوبی بود. بله. هر دوم فیلم خوبی بود. بله. آره دیگه جشنواره ولی مرجی هم اومده بود، خیلی خوب بود، داوری رو قبول کرد. من هیچ وقت نتونستم باشه به داوری صحبت کنم، رفتم خونش یادم رفت به داوری صحبت کنم، چون خیلی کم داوری قبول میکرد و داوری شما رو قبول کرده بود. آره فکر کنم دوره های قبلا داور بودن ایشون نبود، فکر نمیکنم باشه نبودن، نه فکر میکنم نبود، دوره های داد و اینا داور نبودن، نه فکر یادم نمیاد، فکر کنم اولین دوره شما مهمان مامانم جایزه دیدیم، مثل اینکه شما مهمان مامان جایزه دیدیم. بله 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 شما دیدیم، یعنی بهترین فیلم شما مهمان ما. بله. شاید اون دوره‌ای که داریم در مورد صحبت می‌کنیم شاید دوره مهمان مامان بود. یه دوره‌ای داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم که عصر جمعه و اینا بودش. عصر جمعه دوره‌ای قبل از مهمان مامان فکر می‌کنم. نمی‌دونم دیگه انقدر این دوره‌ها بر ما چون اون سالی که شما همش یه دوره واحده ولی یه فکر می‌بینم 84 بهترین فیلم چی شده؟ 84 یادم میاد. 84 نه، 3. 83 بهترین. یا 84، بله. 84. بله 84 بله. بهترین کارگردان نه، به نام پدر شده. 84 به نام پدر شده. آقای حاتمی کیا شده؟ یادم میاد. آقای حاتمی کیا شده؟ فکر میکنم اون دوره‌ای که شما میگین 82. 82 فکر نمی‌کنم. مهمان مامان فکر میکنم دوره‌ای که آقای جلوه رئیس سازمان سینمایی هست. حافظه نه فکر نمی کنم، فکر نمی کنم الان حافظم اینجوری میده که البته حافظه شما دقیقه. نه 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 ببینم که در واقع کارگردان اون دوره ببین خیلی دور خیلی نزدیک 21 درویش 22 یعنی دوئل 22 بیر مجنون 23 که در واقع این سه سالیه که شما از 22 در واقع که درویش بوده اومدین، 23 بید مجنونه، 24 در واقع آقای فرهادی کار خیلی کرده. دور خیلی نزدیک میگی چه دوره یه؟ دور خیلی دور خیلی نزدیک میشه 23 23 دیگه؟ آره 23 آره عرض بکنم 23 فکر میکنم که بید مجنون و خیلی من دور من فکر میکنم 22 که اون سال اولی که آمدین مهمان مامانه. آره مهمان مامانه که تلویزیون تهیه کننده فیلم. بله بله بله. آره که مهمان مامان جایزه دادین، به مهمان مامان بهترین فیلمو دادین، به دوئل بهترین کارگردان دادین. به هر حال دوره مهمان مامان فکر میکنم دوره ای که آقای داوودینا داور بودن. ابوالحسن داوودینا داور بودن. یادم داور بودن. آره داور بودن، آقای داور بودن. چون دوره 25 روز دوره روز سومه دیگه. روز سوم هم بهترین فیلمه. هم بهترین 24 چی؟ 24 بهترین فیلم در واقع به نام پدره و بهترین کارگردان اصغر فرهادی. آها یعنی در واقع فیلم چهارشنبه سوری اصغر فرهادی فیلم نامش یادم افته کیه ولی در واقع این دوتا یادمه که به نام پدر و اصغر به حال تاریخ سینما شما این قربونت برم هرچی شما بگیم خیلی متشکرم سلامت بشید من از شما ممنونم قربونت از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده ما بودن متشکریم شب بخیر